ګران دوستانو سلامونه او احترامونه. ښه راغلاست سپینو خبرو پروګرام ته. هیله ده چې جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ. دوستان عزیز، با عرض سلام او احترام خدمت فرد فرد، از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان بخش سخن اوریان در خدمت قرار داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، امروز پنجشنبه است، 15 جولای 2021 میلادی. از استودیوی تلویزیون پیام افغان از کالیفرنیا ایالات متحده آمریکا در خدمت قرار داریم و بالای اوضای جاری افغانستان، رویدادهای اخیر افغانستان انشاءالله تحلیل و تفسیر خود داشتیم. چند خبر پخش خواهد شد و آقای ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، قرار وعده در پایان سرویس اخبار اونا هم از افغانستان راپور خواهند دادن و به تعقیب چند کلیپ هم داریم و در لابلای پروگرام برنامه لایو و زنده پخش میگردد. میخوایم شما هم از طریق تلفن های باز استودیو تلفن بزنین و همو کسانی که در شرق میانه و شرق دور سراسر افغانستان تشریف دارند، از طریق وایبر به صورت مجانی و رایگان تلفن بزنند و راپور داخل افغانستان تحلیلی بیان بدارند. این فریاد و فغان و غالمغال و یخنگیری و اینا رو کنار بگذارند، مخالف موافق در یک چارچوب دوستی و علایق به کشور آزادانه به شکل واقعی بینانه مهربانی کنند تا همه مستفید شوند. در افغانستان شما میدانید همه رسانه ها اخطار دیدن، برای اونا سفارش شده که مورال عسکر دیگه از این بدتر نسازین و ضعیفتر نسازین، با سود ارتش یا اردوی افغانستان صحبت کنین که شیر استن و پلنگ استن و میبرن و بردن و طالبان رو تارمار میسازه و عقب میزنه و 200 نفر طالب کشتیم و 500 نفر کشتیم. این حرفا را بیان میداره که البته باید آنچه واقعیت است به مردم از مطبوعات بشنوند. مگر تاثر آور به ای است که همه مطبوعاتی که به حیث یک دستاورد فکر میشه، یک زهر است برای افکار عامی مردم افغانستان. واقعیت ها زبان یعنی رسانه ها یا شنیده نمیشه یا حکومت بالای از اونا فشار داره و کنترل داره تا اونا به سود حکومت پوشالی و دست نشانده ناتو و بسیار لرزان و شکننده صحبت بداره، تا گفته از اینا ریشه با آب در آب است و امید سمر به او گپ رسیده. هر روز 4 ولسوالی و 6 ولسوالی به دست طالبان سقوط میداره، هم در بامیان و مناطق مرکزی و هم در ولایت قندهار. شما میدارین که بندر سپین بولدک یا رای عبوری هم بسیار مهم هست و عبور و مرور وسایط نقلیه مردم به پاکستان از این طریق صورت میگیره. او را بندر سپین بولدک میگن. بندر سپین بولدک به دست طالبان افتاده و همچنان در مناطق چمن گفتی از اینا او هم به دست طالبان. به هر حال طالبان هر روز یک ساحه به دست طالب میفته و اردوی معاشی یا دلاری افغانستان که تصور میشد که باید همین طور باشه، آیستا آیستا به زمین میفته و یا تسلیم میشن و اگر تسلیم نشدن شلیک میشه. متاسفانه اجسادشان هم دیدم در هر طرف افتاده بودن، مگر او کسایی که دست خود بلند میداره میان طالب آغوششان تا جایی که من میبینم از کلپ ها باز است، اونا را نوازش میداره چون برادر خود میدانن. مگر هر کسی که با جنگ متوسل شوه و فیر تفنگ کنه، باز طالب دو برابر از او شدیدتر و قویتر هست. تا این دم دیده شده و مناطق به دست طالب میفته
به هر حال یک خبر از ولایت قندار داشتیم در آغاز که البته طالبان میخواین امو زندانیان خود در یا در چهار اطراف کابل و بادغیس و نمیدانم دیگر ولایت افغانستان ولسوالیا وقتی به دست از اونا میفته راستن میره امو قفل زندان میشکنن و زندانیان خود رها میدارن. در ولایت قندار هم در بعضی ناحیه ها بعد از اینکه ولسوالی های فراوان به دست طالبان سقوط نمود و خبر رسید که ولسوالی ارغنداب که بشار یک ولسوالی مهم و استراتژیک شمرده میشه به دست طالبان افتاد و طالبان به شهر قندار داخل شدن، بعضی ساحات ولایت قندار هم به دست طالبان افتاده و حکومت کابل حراس داشت که زندان باز نداره در زندان و بالاخره زندانیان مهم طالبان رها نگردند. در حدود قرار اخباری که حاکی بود 239 زندانی طالبان به کابل نقل دادند و شاید روزی دور نیست که به کابل هم برسه، به همون زندان هایی که از اونجا شما نقل دادین. افغانستان از زندان مطلق برای مردم افغانستان ساختین، انشاءالله زندان برای شما هم درش باز خواهد بود، روزی باشد که همین مردم کسایی که به زندان انداختن یا به قتل برسند و به سزای اعمالشان برسند و یا به زندان ها بیفتند تا به محکمه عادلانی دین اسلام یا شرع اسلامی آورده شوند و جرایمی را که اینا مرتکب شدند به سزای اعمالشان برسه. به هر حال دوستان عزیز، خبر جالب بود، نکته استراتژیک بگویم یا بندر استراتژیک به دست طالبان افتاده و نگفته نمانه که یک زندان از عبدالرزقی که به قتل رسید توسط طالبان یک دو سال قبل بود فکر میکنم و تادین برادر از اونا که تادین مادین هم گریخت و خانه عبدالرزق هم میگه مردم چور کده سه بشار مردم اذیت کردن و آزار دادن، بشار به خنده و مزاق و خوشحالی خانه از او چور شد. اما یک جار کلیپ ما دیدم که تعداد استاده بودن و خانه عبدالرزاق خان چور میکدن و عبدالرزاق بشار مال و دارایی داشت، قالینای بشار قیمتی دیگه خانه غریبه که چور نمی کنم، پولدار وقتی چور و چورکان افتاد راستان همونجا میدرن و همچنان زندان های رکی دو برادر مردم اذیت میکردن و زجر و ستم او را هم دیدیم که درش باز شده و مردم آزاد گردیدن. به هر حال همتون از دوستان عزیز یه خبر از او داشتیم و هیئت 8 نفری تازه که دو زمره کرزای و آقای حکمتیار و سلاودین ربانی و گلمجم دوستم و دیگه و دیگه همی قبیل افراد و اشخاص و خانم فتانه گیلانی هم با قطر اعزام خواهند شدن، آقای خلیلی و که اینوان این چهره هایی که جز ظلم و تعدا و دوزادوزی و وطن فروشی کار نداشتن در طولی سالها اونا با امی میتینگ و نشست فرستاده میشه و طوری که یک آقا گفت احمدی بود که چی بود، اونا گفتن که ما شاید کدام دستاوردی از اینجا نداشته باشیم، اونتا میدانیم که موقف طالبا رو بدانیم در این نشست که اونا چی میخواین، تا حال ندانستن که بهتر میخواین بدانن که بهتر تر که چی اونا به فکر دارن. از به هر حال زیر اداری طالبان ولسوالی هایی که به دست طالبان افتاده مناطق که زیر کنترول از اون آمده 13 میلیون آدم طوری که حکومت دروغگوی کابل بیان داشت نادر نادری یک آدم است، خیلی مزمی بزغالگکای قوم نادری یا فرزنمو بخش نادری ها، او هم در امی حیعت در یک سال یک نیم سالی که وقت زایی شد
سر و کلی از او معلوم میشه و بیشتر به مطبوعات اونا صحبت میدن. اونا در یک محفل ای که طالبان مردم محروم ساخته از همه سرویس ها و خدمات عامه او را بیان داشت و مگر آقای زبی اولای مجاهد او را رد کرد و طالبان از مناطق قلعه نو در بادغیس البته عقب نشینی کردن و ترک کردن با او که زیر کنترل طالبان بودن. ریسفیدان و مردم قوم البته با طالبان البته مراجعه کردن و نارا گفتن که اینجا مردم بسیار اذیت میشن و قتل و قتال زیاد میشن. مصلحتا هم محل اعلا دادن طوری که اخبار حکی بود. به هر حال در رابطه با امی اخبار که البته اخبار تازه شمرده میشه توجه شما رو جلب میدارم و بعدا میریم. آقای مجاهد تا اون دم تلفن خواد زدن در پای صحبت آقای مجاهد می نشینیم و انشاءالله در لابلای پروگرام کلیپ ها را هم داریم و شما هم دعوت می داریم تلفن بزنین در رابطه با اعضای کشورتان صحبت بدارین. توجه دارین به خبر اول. نیروهایی که مأمور هستند امنیت شهر کندهار به ویژه امنیت زندان این شهر را تامین کنند. شهر کندهار امنیت تامین کرده دیگه هیچ قابل تشویش نیست. صرف مردم باید به نیروهای امنیتی خود باور داشته باشد. دو شب پیش و پس از شش حمله گروهی طالبان بر این زندان منابع تایید میکنند که 239 زندانی را از این زندان به کابل انتقال دادند. چندین شبانه روز است که دشمن بالای محبس حمله تهاجمی صورت میگیره و ما به خاطر دفع از این چندین شبانه روز است که اینجا به خویار را به خاطر آرامش مردم میکشیم. با انتقال زندانیان مهم از زندان کندهار برخ از این زندانیان به گونه اعتراض تظاهرات را نیز براه انداخت. طالبان از بخش های در حوزه ششم این شهر بر زندان کندهار حمله های گروهی را انجام دادند. عملیات شروع کنیم به استقامت درایی به استقامت درایی پنجویی. کماندوها به ما اجازه نمی دهند تا از خط دوم جنگ به پیش برویم. شما صدای درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان در حوزه ششم شهر کندهار می شنوین و نیروهای ویژه پلیس و کماندو همی اکنون درگیر هستند با طالبا و طالبا هم با پراندن یک پلچک مانع ورود نیروهای ویژه پلیس و کماندو به داخل بخشای شدند که در حوزه شش شهر کندهار و بخشا را به دست دارند. این عملیات که 12 شب آغاز شد تا ساعت 5 بامداد ادامه می‌یابد. کلاچ دشمن په موقعیت باندې مخ کده کېدلو په موږ باندې پلچکونه پټاو کړل او دشمن ته ان شاء الله تعالی رحمتون که جواب ورکړی دی. یک شب دیگر برای این نیروها به پایان میرسد، اما با از دست رفتن 12 ولسوالی کندهار به ویژه ولسوالی راهبردی ارغنداب و وارد شدن طالبان به بخشهایی از 5 حوزه داخل شهر کندهار روشن نیست که نیروهای دولتی و باشندگان کندهار چه زمانه فردای بدور از جنگ به خشونت را آغاز کنند. خبر بعدی دوستان عزیز از سفر 8 نفری هیئت اجرامی حکومت افغانستان البته با قطر هست که با طالبان بینشینن که طالبان چی میخواه، چی نوع حکومت اسلامی میخواه. اسلام یک نوع است برادر، شریعت اسلامی، قوانین اسلامی، حاکمه قرآن باز میکنه و حدیث حکم میداره. حالا شما خواه هم دموکراسی رو شرماندین و هم اسلام هم واقعا پس پا زدین، نه جمهوریت اسلامی است و نه دموکراتیک است و نه دیگه است. یک حکومت چور چپاول فروش و فروش ناموس و چی میگم وطن فروشی در حقیقت، یعنی اشغال پذیرفتین یک حکومت شمرده نمیشه. یک والی را رئیس جمهور نمیتونه بگماره. در شبرغان آقای لغمانی را فرستادن و پس
در یک کارتن انداختن و فرستادن بازور به غزنی روان که کدام جای گم شدم و مرادلی مراد که نامراد شد به ولایت نرسید. در هواپیما دیدیم کمربنده که خودم بسته کده بود و خب بخچگه که چی میگه لباسای شب خودم برده بود. گفته بعضی هاست قبل از اینکه به میدان هوایی بامیان یا دایکندی پیاده شود خبر رسید که والی را پس روان کنیم که آقای محقق نپذیرفت و گفت که ما نفر دیگه داریم. این چیزا رو میبینین وقتی یک حکومت هیچ اقتدار و قدرت و سلطه و اتاریتی نداشته باشه که یک والی را یک رئیس جمهور بگماره در یک محل حکومت هیچ موجود نیست. دقیقا یک طالبا خود دارم و مناطق خود کنترول هم داره و قوانین از اونا حکیمی از اونا کار میته. مردم بسیار خرسند باید باشه. یکانه چیزی که امروز یعنی در امو اولویت ها قرار دارد امنیت است. او را راسن طالب بره از اونا میسر میساز. هر کس آزاد است. کس خانه کس را گرفته نمیتونه. به مال و دارایی کس قرض گرفته نمیتونه. به خانه حریم کس تعرض کرده نمیتونه که اولاد یک نفر تعرض جنسی و چیزا به کلی رفت پس کار خود. از حراس قانون طالبی مردم دیگه واقعا وقتی پای طالب بشنه و ترق و پرک از اون مردم واقعا رسم مجازات درک میکنه و سه می نشینه به جای خود جایگاه خود. در حالی که در محلاتی که حکومت افغانستان زیر کنترل به دست داره یک در بدری انرژی هر چیز دلیار کس شد و سبیچ در کابل قطا و طریق و دیگه و دیگه در محلات طالبان میگه کس ترافیک مال کس چپ سیل کرده نمیتونه. میدانن که قانون تطبیق میشه بالایشان. به هر حال همی چیزا رو داریم. سفر هیئت 8 نفری به قطر است و دلخوشی بعضی ها که از اونجا باز طالب اسلحه خود به زمین میاند و میگذاره و سه آتش بس میکنه. من نمیفهم چرا آتش بس کنه. در برابر امی حکومت آتش باید زیاد شوه. امی حکومت باید سرنگون گردن. این خائنا باید از بین برون. در امی اخیر معامله که هدف امی است که اگه حکومت واقعی اسلامی روی کار بیایه دیگه. من نمیفهم طالب چرا اینطور دیوانه شوه که 20 سال جنگ کنه و سه برای احیای یک حکومت صادق و مردمی اسلامی باز اسلحه خود به زمین بگذاره و باز بگه که خو همی آقای غنی دیگه یعنی بیغم بدنگانه تا هر وقتی که دلش باشه که یک حکومت مردمی هم نیست زیر سایه دیگه روی کار آمد و توسط دو رئیس جمهور امین وزیر خارجه جان کیری و پامپیو رقم زده شده و دو رئیس جمهور دارن. رحم از بیخ و بنچک باید بکنن. مردم باید در پهلوی طالبا همی شعار زد همی حکومت بتن. نهی که خیزش های مردمی که برین و سه باز خیزش کنین و از جمهوریتتان دفاع کنین. کدام جمهوریتی احمقا همه از اینا رو طالبان نشانی کنن بیارن و صاحب رویای از اینا رو سیاه کنن وقتی هم مناطقی گرفت. یه احمقا عاقل هم هستن و بالغ هم هستن و دیده بدانسته رزالت میکنن و جایی که زده. در اون زمره یک چیز برتان بگیم. یک نفر از بنامه حمید خراسانی است بخیر عرفای دل مردم افغانستان زده که یک گاهی از مسعود و پسر مسعود و که دیگه و دیگه دفاع میکرد. حالا مطلق همونه میگه که از شما این خیزش های مردمی برای چی؟ یه خیزش مردم نیست. این خیزش پول است در برابر کسایی که می جنگن برای استقلال به زده از اونا می خیزن. چرا زده می حکومت خائن دست نشانده بلند نمیشه؟ او کلپ ما دارم بسیار جالب بود برای ما. آفرین همی خراسانی با او که بسیار وقت زده خیزش های واقعی مردم جهاد شعار داد و از امون بزغالگه که احمدشای مسعود احمد خان مسعود دفاع میکرد و شاهزاده مسعود که امروز فهمید حقایق درک کرد واقعتا را بیان داشت. امیر مون میگم که او مردم از چی دفاع میداره؟
از دوستم گلمجم، از این کسایی که ویترینای یاقوت و زمرد در انگلستان دارن و وطن چور کردن و از خون شما استفاده کردن، یا این کسایی که به نام عرب از ایران هم پول گرفتن و دیگه هم محقق و خلیلی و اینوان، به هوش بیاین، واقعیت درک کنین، برای منافع ملی تان کار کنین، نه خیانت ها، خیانت ملی. برای از اینکه در این خیانت ملی اگر شما دستان آلوده گردید و در همین معامل وقتی که نیم اردوی افغانستان دست خود بلند کرده و از جنگ دست به سر شده و واقعیت ها را درک نموده و شما میخواین به نام خیزش ملی که یه خیزش نه ملی است و نه مردمی است و نه صرف برای یک چهار کران شما میرین جان خود تبا میدارین، لعنت با شما. به هر حال توجه بدارین به سفر هیئت به قطر. معاون شورای عالی مصالحه ملی میگوید در نشستی که به رهبری عبدالله عبدالله به روز پنجشنبه در سپیدار برگزار شد، تصمیم گرفته شده است که از میان 11 تنی که از سوی قطر برای شرکت در نشستی با طالبان به دوحه دعوت شده بودند، عبدالله عبدالله، حامد کرزی، کریم خلیلی، محمد محقق، بابر فرهمند، سلام رحیمی و فاطمه گیلانی پس از ظهر روز جمعه برای شرکت در این نشست به دوحه سفر کنند. به زودی انشالله ما شاهد ازی خواد بودیم که یا یک دستاورد داشته باشیم یا حداقل موقف طالبان را در قبال صلح بهتر درک کنیم. حزب اسلامی میگوید که گلبدین حکمتیار نیز به روز شنبه برای شرکت در این نشست به دوحه خواهد رفت. اما تا کنون روشن نیست که صلاح الدین ربانی در این نشست شرکت خواهد کرد یا نه. معاون شورای عالی مصالحه ملی میگوید که در این نشست بحث ها درباره آتش بس خواهند بود. میشه که اگر واقعا امیدواری ها وجود داشته باشه آدم نمیتونه پیش بینی بکنه، اگر واقعا پیشرفتی وجود داشته باشه احتمال از اینکه تمدیدم شوه وجود داره. از سوی دیگر محمد عمر داوودزی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور پاکستان میگوید که قرار بود به روز هفته جولای نشستی درباره صلح افغانستان میان افغانستان و پاکستان در اسلام آباد برگزار شود، اما این نشست به علت سفر حیاتی از افغانستان به دوحه تا پس از عید به تأخیر افتاده است. هدفی داده چې د افغانستان د مشرانو نو د سیاسي او دولتي مشرانو نو واوري چې د پاکستان په دغه حالت کې څه توقع لري، د سولې په هکله، د مذاکرې په هکله. عبدالله عبدالله، حامد کرزی، کریم خلیلی، محمد یونس قانونی، محمد محقق، گلبدین حکمتیار، محمد حنیف اتمر، صلاح الدین ربانی، اسماعیل خان، عطا محمد نور، حامد گیلانی، اسحاق گیلانی، با تور دوستم و میرویس یاسینی از اعضای دیگر هیئت 31 نفری هستند که از سوی پاکستان برای شرکت در نشست اسلام آباد دعوت شدند. به هر حال دوستان عزیز، یک در فیسبوک دیدم که از دوستا گفتن که آقای اوریا در توییت خود نوشته که خبر تازه است، البته اخبار سیال است و هر ساعت یک خبر جدید می برای در اینجا آقای کرزی و خلیلی و حکمتیار منصرف شدن از رفتن به قطر، چون به اونا اختیار دادن نشده توسط اشرف غنی. دیگه بنان البته حیات آیست آیست شریده میره و تا که نفر از امیر دمغوزهای دوست آقای غنی باقی بمانه با میدان و بازور بفرسته. برحال نمیدانم چلو صافی که از صدها سلاخ داره کدامش از زود شما میبنده. به هر حال زیر اداره طالبان 13 میلیون از خدمات محروم گردیده و دروغ های شاخداری همی رسانه ها و اعضای حکومت و دیگه و دیگه. حتی وقتی من اخبار تعقیب میدارم در بعضی میزهای مدور یک دفعه یکی طغیانی میشه که شما آب در آسیای دشمن مندازین و روحیات اردوی ما را ضعیف میسازین. و خانم میگه که بابا ما یک وقتی وکیل شورا بودم برای ما تلفن میکنن که ما از گرسنگی میمیریم، برای ما مهمات نمیرسه. یک نفری که مهمات نداره و آذوقه نداره، آب نوشیدنی نداره، وقتی آب نوشیدنی نبود برای پخت و پز آب نداشتن نداشته باشن، و یک حالت خودکشی رو بالای اون مردم شما اردین، ما اون چی روحیه بدیم که شما برین و غولک وردارین با طالب جنگ کنین؟
یا سنگار رو دامنتون پرتین برین ضد طالب که و همه مهمات نظامی عمل به دست اونا افتاده و اونا بیشتر جنگجوی ماهر هم دارن، هر کدامی از اونا شب و روز تمرین میکنن و از اینجا از خانه بیچاره یک افغان یک گرسنه یک طفل خودم میفرسته 20 ساله که برو بچیم در می اردو دیگه جای خو کار نیست، یا باید بری در شهر کابل سپندی شوی گدایی کنی یا برو برادر تن به تقدیر، و یه چیز تمرینات نظامی نداره او رو میفرستن و او رو از گرسنگی اونا رو کشتن اونجا و خواهی نخواهی اونا تسلیم میشن و خوبم میکنن، حق هم دارن و او رو چی روحیه میتین شو؟ نه تمرین نظامی دارن و نه وسایل برای از اونا میرسه. در یک محل محاصره هست و هلیکوپترهای شما هم به ارگ 16 رقم نان میرسانه که اعضای تیمی روسپیخانی و ارگ آرام باشه. برحال میتور از اونا تسلیم میشن و 13 میلیون آدم زیر سایه طالب بسیار آرام هستن و اول خو امنیت دارن دیگه، مال و داراییشان در امان است. من نمیفهم یک نفر بسیار جاهل خواد بود که در منطقه طالبی که امور سوالیا به دست از اوناست دیگه، فایر تفنگ هم موجود نیست و عدالت موجود است، چرا از اونجا بره مهاجر گرده؟ مگر اگر اردوی افغانستان باز هم جاهل و لجوج میشن و جنگ بیشه میکنن و فایر میکنن برای بقای امی حکومت، در امون محلات هست که باز مردم تلف میشن. مگر او کسی که واقعا از جنگ دست بر میداره و میای با طالبان میپیونده هم حیات خوده از تبایی نجات میده و هم دیگه خوارا و برادرا اهالی و منطقه را از مرگ و میر نجات میده، یعنی دو ثواب کمایی میکنه، هم جان نگاه کردن فرض است و هم ای خیانت میلیس و علاوه از او اگر شما می جنگین برای چی؟ و در جنگ هم و اگه صاحب مردم متضرر میشه، مردم عام در یک کراس فایر و میان آتش جنگ. به هر حال توجه داریم به مو خبر. محمد محقق مشاور رئیس جمهور در این سمپوزیم که درباره صلح پایدار در افغانستان برگزار شده است، هشدار می‌دهد که اگر تلاش‌های صلح نتیجه ندهند، افغانستان درگیر یک جنگ داخلی خواهد شد و در آن صورت هیچ کسی نمی‌تواند بر این کشور فرمان روایی کند. گروه طالبان هم نمی‌توانند با پیشروی‌های در بعضی مناطق دولت افغانستان و مردم افغانستان و افکار عمومی جهان و جامعه را نادیده بگیرد. در همین حال نماینده ویژه رئیس جمهور در امور سیاسی میگوید که صلح افغانستان وارد مرحله تصمیم گیری شده و نهادهای ملی کشور باید در هر گونه توافق صلح حفظ شوند. هر دول موقت معامله، موقت توافق نامه ده زینو افراد و او زینو احزاب و یا زینو جریانو ترمنز ده دوامدار صلح سبب نکید. مشاور رئیس جمهور در امور روابط عامه در حالی که میگوید نظام جمهوریت پایدار خواهد بود، اما از حلقاتی در درون نظام که به ضد حکومت کار میکنند انتقاد میکند. شترمرغ هستن. شترمرغ وقتی صحبت از امتیاز در نظام میشه، وقتی صحبت از تشریفات در نظام میشه، وقتی صحبت از دار و نداری که نظام برش داده میشه، در نظام است. وقتی نظام مورد انتقاد قرار میگیره، وقتی نظام در خطر میشه، حکومتی هم هستم، حکومتی هم نیستم. سفیر پیشین پاکستان در امریکا میگوید که بهترین گزینه برای پاکستان این است که با حکومت افغانستان دوست باشد. در حالی که طالبان ادعا می کنند که 85% از خاک افغانستان در کنترل آنهاست، رهبری و خانواده های رهبری طالبان در دوحه و یا در شهرهای گوناگون در پاکستان هستند. شرکت کنندگان در این نشست می گویند مردم باید درباره حکومت پس از صلح تصمیم بگیرند و برای مدیریت اوضاع بد کنونی در افغانستان نیاز است که سیاستگران کشور با هم دیدگاه واحد داشته باشند و اختلاف هایشان را کنار بگذارند. درگرد مکرر همی میشنگیم فامیلای طالبان در پاکستان هستن، مگر این مجاهدین کجا بودن؟ برای ما بگوین همی
فامیل حکمتیار کجا بود، از نمیدانم فامیل حضرت صاحب، فامیل افندی صاحب، فامیل برهان الدین خان، همه آقای قانونی در کجا بود، 14 سال جهاد در پنجشیر بسر می بود. یه همین چوچو پوچ شورای نزار اینا در کجا بودن؟ کلشان در می حیات آباد و گلاب آباد و دیگر دیگر در اینجا بسر می چریدن در دوکانای پشاور ای طرف طرف. همه مشهود است می دانند. ولی یک طالب به اولادش یا بچهش اگر در یک محلی در پاکستان زیست داشته باشه و خودش به جهاد کنه، ما نمیدونم چی باقی داره. آیا محل اقامت یک نفر خیانت یک نفر تعیین میده؟ و شما برین در پاکستان مگر خیانت نکنین، اونجا باشین. آیا 3 میلیون آدمی که در ایران و پاکستان زیست دارن، اینا همشان خائن هستن، وطن فروش هستن، نوکرای پاکستان هستن؟ عجب منطقی هست. پنجابی و طالبا صاحب اولادایشان در اونجا هستن، اولادای من در امریکا است. ما خب ایجنت امریکا نیستیم، به صراحت امریکا را بارها تقبیح می داریم. پاکستان ملک آزاد است، آزادی بیان تأمین شده دیگه دیگه. و پاکستان هم خب باز اگر در پاکستان بودن بود باش دارن، مسئولیتی از رو پاکستان داره که چرا اونا را نگه داشتن. یا 3 میلیون آدم چرا در پاکستان هستن؟ جایی که از پاکستان شما تشکر کنین، امتنان داشته باشین که در او انگام جهاد شما مهاجرین و مجاهدین ما را نان و عو دادین، در خاک خود نگه داشتین، آغوشتان برشان باز داشتین و آل باز بالای ما تنگ آمده قوای ناتو و اطلاف دیگه و دیگه وطن ما را اشغال کرده، باز هم شما 3 میلیون آدم ما را در خاکتان بدون کدام پاسپورت و یا با حساب گویم اجازه و دیگه و دیگه، دکانم دارن و منزلم دارن و از خدماتم استفاده می دارن. شما متشکر باشین از ایران به من. والا در ایران هم همی افغان های ما بسیار آرام استن، مرفوع استن، یعنی به تناسب افغانستان که همه پولا دزدی شده و همی مهاجر پولای در قطع این پولای که دزدیده شده، پول هم کسایی که در زیر قیمومیت و کنترلی از اینا قرار دارن، دزدیده شده پولایشان هم 1.5 بیلیون دلار که دزدیدن، قرار راپورهای مؤسسات موثق جهانی به شمول سیگار دارای ملت افغانستان بوده، بیت المال بوده در حقیقت. و میشد که برای مهاجر زمینه مساعد شو که از پاکستان برگردن. من نمیدونم منطقی بی جای دروغ و اخفال، شعارهای ناقص اخفالگرانه را هم آفتابی میدونه. یعنی شخصی دروغگوی هیچ حافظه نداره. هر چیزی را که شما از حکومت میشنوین هیچ باور ندارین، دروغ میگه براتون. این دوزا و خاینین بیش نیستن. به هر حال خبر بعدی از امو اداری زیر اثر طالبا و 13 میلیون مردم غرق شد و بیچاره و بدبخت و دیگه و دیگه. خیلی می خبر امو هم بود مفرزا جان بند. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی میگوید که حضور طالبان در 116 ولسوالی کشور 1/3 از جمعیت کشور را از عرضه خدمات محروم ساخته است. نادر نادری می افزاید که طالبان در 82 ولسوالی تمامی ادارات خدمات عامه را ویران کردند و در 35 ولسوالی دیگر نیز نیمی از ادارات خدمات عامه یا ویران شدند و یا هم آتش زده شدند. 13 میلیون انسان، 13 میلیون افغان در دغه خاور بچیان مظلوم وګړي خلق د دغه جګړې په خاطر او د طالبانو د کړنو په خاطر متضرر شوی ده. نادر نادری ارزش ویرانی های ادارات غیر نظامی را در ولسوالی ها از سوی طالبان 500 میلیون دلار می داند و می گوید که 4000 تن از کارمندان خدمات ملکی از بخش های زیر اداره طالبان خانه هایشان را ترک کردند. حداقل 50000 کارکن خدمات ملکی
به صورت مستقیم متظاهر شده که در ولسوالی ها خدمات ارائه میکنن. این کارکنان چی در بخش معارف است، چی در بخش صحت عامه است، چی در بخش زراعت است، چی در بخش اقتصاد است، چی در بخش قضا و سارنوالی است. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که در 15 روز نخست ماه سرطان ممنوعیت بیرون شدن زنان از خانه بی چادری و محرم شرعی، بسته شدن مکتب ها به ویژه مکتب های دخترانه، ممنوعیت ارائه خدمات صحی به زنانی که محرم ندارند، ممنوعیت کارگیری از تلویزیون، مجبور ساختن آموزگاران و دانش آموزان مکتب ها به پوشیدن لنگی و نتراشیدن ریش در بخش هایی که طالبان تازه آنجاها را تصرف کردند، از بزرگترین محدودیت ها هستند. اعمال محدودیت بر زنان است که یکی از اون محدودیت ها ممنوعیت بیرون شدن زنان بدون حجاب و بدون محرم شرعی می باشد. دقیقه ورز اینه چی دوی تا دمنگ ولسوالی لاسونو تا ورغلی دی خزی دکور نیشی وطلی او نیشی کولی چه اخپلو دندو تلاری شی. اما طالبان در یک اعلامیه گفته های نادر نادری را نادرست می دانند. طالبان ویرانسازی دارایی های عامه را رد می کنند و می گویند که در این بخش ها بر هیچ کسی محدودیت وضع نشده است. یا خبر اخیر هم دوستان عزیز از داریم، مگر از صرف نظر می کنم چون آقای مجاهد صاحب تلفن زدن، بهتر خواهد بود از اونا بشنویم. مجاهد صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام. خدای دې تاسو اوریدونکو ټول جوړ او روغ. نو ډیر مننه مجاهد صاحب، دا خبرونه واوریدل دلته د خواخو د ګردی میزونه او د خبرونه د افغانستان یو څه وایي، بیا هلته هغه مناطق چې فتح کیږي هغه یو بل څه وایي، داسې ګډ وډ ضد او نقیص خبرونه راځي. سپین بولدک هم پرون ما واوریده چې فتح شو، بیا نن دوی ویلې چې هغه یې بیرته نیولی ده او دا خبرې وشوې. مسله د قندهار نوې ده، همداشان هیات ځي هغه ته قطر ته بیا روان ده، او بیا ما نن اوس واوریده چې خلیلي او حکمتیار او کرزي ویلي چې موږ نه ځو، اشرف غني تصرف کوي او اختیار نه لري. او په هر حال دغسې شیان زه اورمه. مجاهد صاحب لږ ذره وغږېږه لکه معمول په توګه، بیا به سره خبرې کوو انشاءالله. سمه ده، ستاسې غږ لږ له ما نه قطع وصل کېږي. خیر ده، اوس راغی بیرته، مهرباني وکړه. مالی یو عمومي او تحلیل وکړه، ډېر شیان موږ اورېدلي دي، داسې یو دوه درې دقیقې بیا به زه سوالونه درنه وکړم لږ ذره. مهرباني وکړه. شکست او پر لپسې رسوایی دی توجیه لپاره ځینې کاذب و راپورونو دروغزنو افواهات او شایعاتو ته لاس واچو. هیله کوو چې هیوادوالو د تاسې اورېدونکي دا ټول په هغه باندې فریب ونه خوري، باور ولري چې هېڅ ستونزه نه پېښېږي، چېرې ستونزه نه ده پېښه شوې، او په اطمینان سره ټول حالت په مخ ځي. دلته دغه خبر کې نن و چې دغه د تاسې د کنټرول لاندې تقریبا 10 میلیونه انسانان همدا اوس ژوند کوي، هغه نادرې نادري او دغه وویلې، مګر وای ډېر خلک هم تعجیز کړي دي، او صاحب ښځې نه پرېږدي چې د باندې راوځي، او محرم د شرعي باید ولري، مکاتب هم تړلي دي، خلک ځوروي، لخت هم په لاس کې د ویلو ټکول کوي، د شیان اورېدل کېږي. دغه واقعیت څه شي ده مجاهد صاحب؟ واقعیت لري دا خبره؟
داس توجیه کې خپل غمو توجیه په بل واړی همداسې تمالمی کې زموږ اطرافي سیمې ولسوالیګانې او هغه سیمې چې اوس زموږ تر کنټرول لاندې هلته شرعي لحاظ د خلکو په ځوان کې لوی ستونزې شته نه له سره خلک پخپله په حجاب کې دي له سره خلک پخپله ځوان دي چې ده له کورنۍ لحاظه شرعي چوکاټ ته برابر ده لښتې ویلو ته ضرورت نه لیدل کېږي او چیرې داسې سوي هم نه دي په هېڅ مورد کې او بل نه د چا مال ضایع شوی ده نه د چا عزت ضایع شوی ده نه د چا امن ته زیان رسېدلی ده ورسره د خلکو اطمینان لا ډېر شوی ده تاسې وینئ کله کله موږ ویډیوي کلیپونه نشروو چې د خلکو حالت ته ډېر غوره ده په ټولو هغه ښارونو کې چې ولسوالۍ دي د خلکو تجمعات ډېر شوي دي ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده خلک هلته په خپلو اوښو باندې زموږ بدرګه کوي او استقبال کوي نو په داسې وضعیت کې د کابل نه یو څو مفسدین پروپاګند کول او دروغ ویل او تربین ته درېدل او څه څه په خوله ورځي هغه یادول دا منطقي نه ده او خلک یې نه ورسره مني او دا څو وخته کېږي د خلکو ډېر ښه قضاوت کړی ده حتی د خپلو عسکرو ښه قضاوت کوي د خپلو کاذبو مشرانو ته اشاره اړولې او موږ ته رامخ کړي دي دا د دوی یوازنی ځواب هم دغه د هیله کوسې لري هېوادوال چې په افغانستان کې نه دي هغوی هم اطمیناني اوسېږي د څو پروپاګندو د څو پروپاګندیز چینلونو فریب ونه خوري باور ولري چې هر څه نورمال دي هېڅ ستونزه نشته نه د چا ځوان ته تهدید شته نه د چا مال ته نه د چا عزت ته هر څه نورمال روان دی او خلک پخپله په اسلام برابر دي اطرافي سیمې دي ولسوالیګانې دي دا خلک ټول پخوانه جوړو داسې نه دي چې هغه امریکایي تاړاک په تېر شوی او د دوی ځوان دې بدل کړی وي البته په ځینو ښارونو کې به کېدای شي ځینې تغیرات په راغلي وو دا تېرو شلو کلو کې په وضعیت دومره نه ده لکه دښمن صاحب فکر کوي او هغسې واوسېږي بنا ان چا تعقید ته ضرورت نه لیدل کېږي دا د ښځو مکاتب خلاص دي صاحب د جنکیو بل نه بس کاتب رخصت دی عموما ټول لیسې او مکتبونه او کچیر رخصتي پای ته ورسیږي زمينه مساعده د موږ خوانیز ادارې پالیکي دی ټول تم بیا ویلي خون کې حاضر دي ادارې د مکاتب ته ویل سي دي خپل مکاتب ته خپل وخت سره برابر شروع کی او ستون زبنې د دوی تدریس چریان هغه ځای کې چې د خزو د جنکیو مکاتب دی دوی چې بیرته راشي د رخصتي خلاص شي یا ورخو به خلاص شي دغه مکتب بلې قندز بزین نور ول سوالی کی خوندی لرو جنکوی مکتبونه استا اربع ټول ان شاء الله خلاص وی تم زبنه یو یو خزا ک زی فرزن نرسی خپل کارت تلایسی او معلم ی خپل کارت تلایسی زموږ تر کنټرول لاندې سیمو کې په ټولو ساحو کې کلینیکونه فعال دي هغه خزینه برخې هم لري اکثره کلینیکونه او یو ناسو برخې لري هغه ته اوس هم خزینه ډاکتران راتلی سي نرسان راځي کار کوي همداسې مراجعین هم ورته راځي ستونزه نشته خو خی بندیزونه هم په ښځو په کوم ځای کې ایښي دي ما مخکې یادونه وکړه چې دغه ساحو کې چې اوس موږ یو هېڅ بندیز ته ضرورت نشته ځکه د خلکو ژوند په خپله عیار ده له دې سره چې اسلامي اصول مراعت کوي حجاب یې په جای ده او د عزت مسله یې په جای ده د ښوونځیو هغه ساحې له نارینه وو نه جلا دي خو ځان ته ښوونځي لري جنکۍ همداسې په کلینیکونو کې اناسو برخه جلا ده ستونزه نه لیدل کېږي یعنې کوم قواعد وضع کېدو ته ضرورت نه ده لیدل شوی دغه هغه سپین بولډک هم پرون د طالبانو لاس ته ورولوېد له دې معلومېږي او څو بندره تجارتي تاسې لاس کې دي مجاهد صاحب او بله او دا خبره وکم چې سپین بولډک ډېر مهم تجارتي مرکز وو الحمدلله د اسلامي مرکز مجاهدینو لاس ته ولوېد اوس موږ سپین بیرغ په ولاړ ده دښمن نن څو وارې دعاګانې وکړې په کاذب شکل چې بېرته نیولې خو هلته هېڅ تحرکات نشته د دښمن جرړه لېغه چې ختلې ده او لږ مخکې م د کابل ادارې مرستیال امرالله صالح یو پوسټ کړی وو ځینو رسنیو دا اوس راواخیست چې ګنې پاکستان اختار ورکړی چې موږ بمبار کوو د طالبانو په نفع دا خبره هم بالکل دروغ دی هلته هېڅ تعدید هم نشته هېڅ مشکل هم نشته او د پاکستان لخوا هم کوم مداخله موږ نه وینو دوی هسې د خلکو حساسیت د پارونې دپاره داسې ځینې پروپاګندونه کوي او هېوادوال هیله کوس د دوی په فریب ونه خوري د دوی د ذهن تخریبولو ښکار نه شي او منطقي وشي خو یو خو سپین بولډک ته نور کوم بنادر دي تاسو په لاس کې سپین بولډک ده او په هرات کې اسلام قلا ده دغه په اسلام په هرات کې تور غونډې ده د ترکمنستان سره او په فاریاب کې د اقینه بندر ده د فاریاب سره
د څلور او شیرخان بندر د قندوز کې د تاجکستان سره ورسره په تخار درقد کې د آی خانوم بندر د غند تاجکستان سره او داسې د پکتیا کې پټان سیمه داسې د پولیس سره نږدې مالونه پرې اوړي راوړي او ګمرک لري دا سیمې ټولې زموږ په ولکه کې دي او فعالیت هم روان. حیرتان څنګه ده وځې؟ دایرتانو باره کې نوې معلومات دا چې شاوخوا نه مجاهدین دغه تا محل لکه چې داسې بند بند کېږي نه پوهېږم چې دا قصور دي موږ ته کې تا د مجاهد صاحب داسې ځای زما انټرنیټ کمزوری ده کوشش کوم که تاسې هغه لرئ زه بل تلیفون نه هم زنګ وهلی خو له بل تلیفون نه راته همدغه تلیفون کې زنګ را ووایه هو زه دغه زنګ در وایه هو هغه را ووایه چې سړی ښه پوه شي سره آقای مجاهد بودن سخنگوی طالبان از افغانستان و اطمینان دادن و حکومت اداری کابل میگن یا ارگ و دیگه دیگه بشار دست پاچه هستن بشار دروغگوی مردم هستن همین خود صداقت به کلی از این مردم رخت بستن این بیاد میارم و حکومت دکتر نجیب و هم روزهایی که اشرار آمدن و پاکستان میخوره و خام خورد میکنه و دیگه میکنه و دیگه دست پاچه بودن هر طرف دست منداختن و دروغ میگفتن و خود دکتر نجیب در یک محفل می استاد و آیات قرآن عظیم و شان قرات میکرد دیگه بالاخره سر خدا خورد سه با همو حق می آید و باطل از بین میر حال فعلا هم همی حکومت هر چی مشنوین به نظر ما تا جایی که ما خودم خدا شاید از نه بیادر طرفدار طالب و نه طرفدار غیر طالب هم وقتار ما تا جایی که خودم در مطبوعات بودیم سالهای مدید درک میکنم یکان بار چی میگم و با تعداد کثیری یک انسان صحبت میداره و دیگر دیگر انسان شناس میشه ما در طولی سالها با صدها هزارها آدم صحبت کردیم مصاحبه کردیم در مطبوعات تقریبا پیران کونه کردیم این مردم همی که این زبانش ما برای دو دقیقه سی دقیقه صحبت بدارم چی از لحاظ صوتی و یا چهره میدانم که آدم چی طور یک شخصیت و کرکتر شاید داشته باشه آدم درک کرده میتونه همی خود بادی لنگویج انسان ها که دست شور بیتی و چشم و اینا یا از خود موقف از اونا آدم میدانه که جز دروغ جز خیانت جز دوزادوزی این حکومت به کلی به دروغ و به اخفال سازگذاری شده اول خود مملکت خیانت هست توسط جنگیری و نمیدانم اینا به وجود آمده او با که مجاید سب رک دیر او باست سنگه ده الو او شاورم میربانیو که بله نو ما دغه بندرونو په باره کې معلومات درکړل چې هغو بندره د هېواد زموږ په ولکه کې دي او د کابل ادارې هغه شارګونه هم ټول قطع کړي دي چې دوی د معاصرې د فزیکي معاصرې سره سره د اقتصادي توګه باندې هم معاصره شوي خدا خو یعنی دغه بنادر تاسو ته عایداتي منابع دي هم د اوس هم مال و تجاره راځي افغانستان ته یا وچ شوي دي په دې چې جنګ کار بېرته شروع شوی دی بلې هو ټول برادرونه بېرته فعالیت شروع شوی فقط یو سپین بولدک پاتې ده پاکستاني جهاد تر اوسه پورې هغه دروازه نه ده خلاصه کړې اگر که نن هم ممکن خبرې ورسره شوې وي خو دوی لږ څه د قاچاق او د ځینو مسایلو په اړه باندې تفتیش درلود که هغه مسلې حل کړي بېرته سبا ته انشاءالله کېدی چې بندر خلاص شي او نور بنادرو کې فعالیت عادي شروع شوی ده د پکتیا په پټان کې د آی خانوم کې په شیرخان بندر کې تورغونډۍ کې اقرینه کې او کمپنا کې مالونه دي راځي او عادي توګه باندې تجاران انتقال د اموال یعنی تاسو خو محصول اخلی لغونه کنه؟ بله او گمرکات لري هلته خو گمرک کښې ځان ته فیصدي لري قوانین لري د هغو سره مطابق موږ محصول جوړو خو بیا دا پیسې څه کوئ تاسو؟ دا نو بیت المال دی بیت المال ته ځي انشاءالله هېواد په ګټه به استعمال
ډیر له دلته یو بله خبره ډیره مهمه ده، ګرمه ده صاحب، د اشغال خو ورو ورو ختمیږي. بایدن هم ویلي چې اخري عسکر به په آخر د اګست کې وځي او دیرشمه ختمیږي به. مګر له بلې خوا اورو چې اردغان مست شوی ده او امریکا مو سره یو شاید یو پنځه شپږ سوه نفره پرېږدي، یا زر یا دوه زره بیرته هغه کې د افغانستان کې، یا خصوصا میدان هوایي د کابل هوایي ډګر په خپل تصرف کې وساتي. تاسې عکس العمل او دا امکانات یې نن ما واورېدي چې اردغان ویلي چې نه یوازې چې د هوایي میدان هوایي ډګر سکیورټي موږ نیسو، غونډ افغانستان کې موږ غواړو چې فعال او پاتې شو. دا شیان هم واورېدي بل یو خدا زموږ د ترکیې له ملت او هېواد سره هېڅ کلم نه غواړو چې دښمني وپالو یا دښمني راشي، بلکې اړیکې ورسره غواړو. ترکیه یو اسلامي هېواد ده او ښې تاریخي اړیکې موږ لرو، مذهبي شراکتونه لرو، او باید د ترکیې سیاسون دغه موضوع ته متوجه وي. او که چېرې بیا دوی د اشغالګرو په چوکاټ کې او د ناټو د غیر قواعد باندې په افغانستان کې خپل اشغال ته دوام ورکوي، بیا د تېر یرغلګرو سره د دې تفاهم هېڅ نشته. او افغان ملت لپاره بیا هغه د قهر تپم معلومه ده چې کوم انګرېزان یې وهلي دي، روسان یې وهلي دي، او داسې امریکایان دا نقد وویل. دا اوس وخت کې ضرورت هم نشته چې تاریخ ته ولاړ شو. اردوګانو د دې ټولو همکاران باید عبرت واخلي او متوجه اوسېږي چې افغانان بیا داسې ملت نه ده لکه د نړۍ نور ملتونه چې دوی په خپل سرلاټ کې مداخله کړې وکړي، په وجان کې استخدام کې په کورنیو چارو کې مداخله ولري او لاسوهنه وکړي، بیا ډېر کلک ځواب پر مخ کېدلی. دوی سره دا خو ارزوګانې دي، داسې تاسو سره خبرې کړې چې دا کار مه کوئ او داسې بسي او هغسې بسي. بلې، هو د سیاسي لحاظه خو موږ ناستې ورسره کړې دي، موږ سره ژمنه هم داسې کړې وه چې د افغانستان په اړه باندې موږ کومه پرېکړه کوله، بیا ستاسو مشورې نه نه کېږي، هغه موږ تاسو ته مشورې کوو. بلې، په خپل ځای موږ اعلان واورېد چې د بایدن سره د دې توافق وشو په افغانستان باندې. متاسفانه دی یو کفري ملک سره د دې شراکت کوي، د اسلام د مسلمان هېواد په وړاندې، او دوی دلته د اسلامي فکر پیروان هم وایي، دا د تعصب ځای ده. نو مګر که دغسې وشي، فرضاً دغه په اګست کې ټول وځي او دلته یو شپږ سوه عسکر د ترکیې راشي په میدان هوایي کې، تاسو څه کوئ هلته؟ بیا ډېر شکه دغه وخت به بیا اقدام کوو، او د هغه کوم مسؤلیت هم د ترکیې په غاړه وي، زموږ په غاړه به نه وي. خدای دې باید له تاله واوري چې ترکیې په افغانستان کې جنګ نور نه لري، ترکیې اقتصاد، ترکیې حالت او د دې وړ نه دی چې دلته په افغانستان کې لږ شوي کې، او یا خپل عمال استخدام کوي، یا دلته میلیونونه ډالر ولري. که داسې کېږي زو کېږي د ترکیې دغه نوپای حکومت او دغه حالت، دا به ټول زو کېږي، بیا به بېرته د سکولرانو لاسته غورځي، ترکیه به هم بربادوي او افغانستان ته به هم شر رسوي. دغه رقم چې ده اوس څو ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي صاحب؟ همدا نن چې ما ورته غږېږو، دغه تېرو دوو میاشتو کې موږ یو څلور درې نوې ولسوالۍ نیولې دي، او خو یو شپېته ولسوالۍ زموږ په ولکه کې وې. نو ټول ویلې شو چې یو څلور ډېر دوه سوه څلور ډېر ولسوالۍ زموږ په ولکه کې. دا رقم کوي داسې اټکل دي تاسو څه ده چې په دا یو میاشت کې به څو نورې ولسوالۍ راشي لغه او ځان پیګې په دې تاسې دې جنه معاصره کړې دي؟ که او به خیر هغه معاصره کې وي، چې تاسو ما دوا سوا او تلور پنځو سره سوالې هم کول ته کې راځي، او بل دا ده چې طبيعي ده موږ اوس خارو ته د نوم معاصره لاندې دي. د خپل په خپل مابین کې ولایت بل ولایت ته کې دې موږ اجازه را تارکات ټول بنتې دي. بیا موږ د خارو د نیولو په موضوع کې مفاتیو خبرو کې سیاسي لارې او پروسه په مخلاړه شي، خارونو کې د خلکو تراکم یې، تجارتي اموال دي، خلک دي، اقتصادي منابع زموږ دي. نه غواړو چې ښار په جنګ کې خراب دي، ښه دا ده چې لومړیتوب او ترجیح دې ته داسې مذاکراتو له لارې نه نورې موضوعات حل. یعنی تاسو وایئ چې د یو میاشت کې به یو سل دوه سوه نور هم راشي داسې داسې ولسوالۍ؟ نو طبعا ولسوالۍ خو له سلو نه موږ ډېرې داسې ولسوالۍ د هغو سره سپ د پوستې په شکل معاصره دي، د خپل یو بوته غوندې ځای، یو قرارګاه غوندې ځای کې پاتې، نور خط نه دي. یعنی هغه هم اسانه تسخیر کېږي، دا پروګرام به روان وي په دې ولایت له مراکز سره به موږ انشاءالله تر حده پورې احتیاط ولرو. بیا هم دغه سرل دي چې مکرر زم غږېږم او تاسو نه ما واورېدلي، د ولسوالۍ چې نیسي د چک پوینټونه وای غونډو ته ورو راچوي او صاحب هر شی خرابوي او دا کوي، دغه ولې داسې؟ یعنی اوس خو کمره د فلم
ادعاهایی که تخریب ولسوالی ها یا چک پوینت ها شده در بعضی از صفحات اجتماعی یا طرف دشمن کاملا نادرست است. ما با جدیتی را رد میکنیم. در هیچ جای هم کدام ولسوالی آتش نگرفته از طرف ما. یک در تخریب جنگ است. اگر رهین جنگ کدام جای ضربه خورده باشه، کدام راکت و مرمی خورده باشه احتمال داره. بعد از این نشده، ولی متاسفانه دشمن بعد از تصرف ولسوالی که ما تصرف میکنیم، دشمن میای بمباردمان میکنیم. قرارات ولسوالی های مختلف را بمباردمان کرده، بیشتر از چوپین ولسوالی را ساختمان هایشان تخریب کرده و بعضی از تاسیسات عامه را هم تخریب کرده، همچنان کلینیک ها، مکاتب و دوکان های مردم هم، بازارها را در ولسوالی های خاناباد و در ولسوالی سیاگر در ولسوالی اندخوی تخریب کردن که بعد صدها دوکان مردم عام را هم سوختاندن، وحشت کردن در تگاب. همچنان شب گذشته یک مدرسه بسیار کلان تاریخی را در تگاب ویران کردن و چندین خانه نزدیک را هم ویران کردن. با ولسوالی هم آسیب رسان هم کماندنی هم میره بمباردمان کرده بوده. این وحشت را دشمن میکنه و از طرف مجاهدین ما هیچ جای هم کدام آسیبی نرسیده. و در بعض ساعاتی طور هم شده که ولسوالی قبل از اینکه تخلیه شده دشمن آتش یک آتش داده دیپوها و یا مزفایر تیر داده آتش داده و خودشان فرار کرده که طبعا در او حالت بعضی از ساختمان های ولسوالی متضرر شده. در اینجا باز هم از خیزش های مردمی و این چیزا رو میبینیم اینجا که همون سرکرده خیزش های مردمی دیگه پسر آقای امچا مسود است و دوستم است و عطای نور همی سه چهره، حتی اسماعیل خان هم یک چند نفر جمع کرده بود و شعار میدادن و اینا. از وا چی خبر سه؟ خیزش های مردمی رو ما قبلا هم تشریح کرده بودیم که عبارت از چند تن اردکی و افراد غیر مسئول است که انگیزه جنگ ندارند. به طور شما شاید دیده باشید یک ماه شد که آوازه از خیزش های مردمی است، مگر یک ولسوالی هم پس الحمدلله نتونستن پس بگیرن یا کدام جای را تسخیر کنن. همین روز راپورهایی داریم که در جوزجان افراد دوستم مریشه های دوستم که قبلا گیلمجان بودن اموها را جمع کرده بودن در نزدیکی جوزجان ده قریه از موجودشان پاکسازی شده، 11 پوسته و یک پلیس نظامیشان از بین رفته، 23 تن از کوفته هایشان آل هم مجسادشان افاده بود در منطقه ما و مناطق تحت کنترل ما و 24 تن دیگهشان زنده دستگیر شده. همیهان همراه ما اسیر هستن در جنگ و خودشان فرار کردن، رفتن در جوزجان فرار کردن، اما اسلحه خودم بردن یا تاثیرگذار نیستن. در اینجا یک کلیپ ما دیدم که با همراه یک طالب علی پور صحبت میکرد. علی پور خوشما میشناسیم که یکی از نفرای از امیز به وحدت است و اونجا مشوره میکرد و با طالب اطمینان میداد که بیا زیرا و همکاری میکرد. در حقیقت این کلیپ واقعی بود؟ نه این ما تایید نمیکنیم چون علی پور ما در تماس هم نشده، من برایشان شاید حال نباشه فرار کرده کدام طرف و حضورش هم نباشه کدام جای و چیزی واقعیت نداره. و اگر از درون خود همی ارگان حزب وحدت چون علی پور و دیگه و دیگه و شما هم کاری را شروع کنه، شما نمیپذیری؟ ملت غیر از دوران حال هم امرای ما هستن، الحمدلله امرای ما همکار هستن، ولی کسای شاید رسمی اعضابشان نباشه، ولی ملت هزاره از قوم بسیار شدید ما هستن، با ما هستن، حالی در ولایت مرکزی در دایکندی هم کار هستن، در بامیان هم کار هستن و در غزنی هم کار هستن، در بیستوج میدان وردگ هم کار هستن، در سریپل هم کار هستن، در بلقاب و دیبول سوالی مختلف همراه ما همکاری بسیار نزدیک دارن، در انتخالات ما رو دو سال همکاری کردن، حالی هم روابط بسیار هزا نبو آنها دارن، اطمینان در استان داده شده و همکاریشان خوب زیاد است. اینجا یک نفر است به نام امید خراسانی و هم سخت ضد طالب شعار میداد. حالا یک کلیپ ما دارم که شاید این پروگرام امروز پخش شود. او ضد اشرف غنی و ضد حکومت و ضد پسر احمدشاه مسعود در حقیقت شعار میداد. امید تو اشخاص شما با امرایشان یعنی را دارین یک ارتباط که کمک کنه در اون محل یا نمیخواین؟ حالا خوشحالیت کدام مستقیما تماس نشده باشم، ولی هر برادر افغان که حالت را درک میکنه و آغوش ما میای آغوش ما برشان واز است و این را بسیار مهم میدانیم. کسی که دایه اسلامی و آرمان اسلامی داره، خانه آنها امارت است، انشاءالله که امارت اسلامی پوره کننده آرمان های آنها هست و ما برشان شتاب زده هستیم که به آغوش ما بیای. تمام مجاهدینی که در هر جا بانده اند یا
تشویش با خود دارن یا خدای نخواست پریب خودن یا در کدام جای مجبور شدن. برصورت ما خیر مقدم میگیم برشان. در مورد خراسانی طبعیم کدام معلومات ایناو که ما داریم یاد که خودشان در پنشیر هستن، اگر بخواهیم انشالا میشه با همکار باشیم و با هم همکاری داشته باشیم. اینجا یک کلیپ مکرر حتی در تلویزیون های امریکایی هم پخش شد و اونا حتی اعلان کردن که کسایی که اونا باید بگوین که همین چیز خبری که پخش میشه یعنی مواد داره که برای بعضی مردم قابل تحمل نخواهد بود و همون کلیپ را نشان میده که یک چند نفری از امی اردوی کماندوی یا سپیشل فورس که میگن قطعات خاص به شمول پسر ظاهری عظیمیست که چی از سهراب خان اونا میان دستای خود بلند میکنن با طالب وار شلیک میکنن. چرا او کار کردین سر؟ اول باید بودم اون کلیپی که چند تن معلوم میشن میان با فایر میشن اصلا جالی است اما ساله کشته شدن اصلا ایت معلوم هم نیست بعد چی شد باز یه کلیپ سینین هم پخش کرد تزویر جال ساخته ایره یک بخش همی جاری را گرفته که پایر میشه یک بخش دیگر از اجساد را باز میگره که در پاریاب 22 تن کشته شده بودن به او پسر جنرال عظیمی هم بود به نام سهراب و در جنگ کشته شده بودن مستقیما باز اجساد شما به خاطر صلیب سرخ جمع کردیم که انتقال داده شود از او هم بعضی کلیپ های ویدیویی گرفته شده در مطعنه این هر دو صحنه را با هم یک جمع میکنن با باز ادعا میکنن که مستقیما پایر میکنن باز آنها میفتن این جای غلط است که کاملا چیز جالی ساخته شده و ما این رد میکنیم اینطور واقعه لخ نداره که ما از ایران را بعد از بیتاری کشته باشیم. یعنی در اونجا همین مسئله پسر اونا سهراب بود دیگه قطعه خاص یعنی دست خدا بلند نکد برای شما یعنی تسلیم نشدن سر؟ نه خیر در جنگ آمدن در جنگ رو در اون کشته شده خود عظیمی هم اعتراف کرد که پسر رو برو به جنگ در جنگ کشته شده ما میخورده و در ولسوالی دولت آباد آمده بودن به خاطر چاپ زدن شب که توسط مجاهدین در جنگ کشته شده بودن صبح جمع‌آوری شدن و طالب صبح تسلیم داده شد. آه خیلی دیگه این کلیپ جالی بوده والا با قدر که چی بود آنها در یک جا میان با سکر میجا و نتیجه معلوم نمیشه اون کلیپ جالی هست. در اینجا مجاهد صاحب در این ترتیبی که روانه سی ولسوالی ها به دست شما میفته نوبت ولایات شما چی وقت شروع میکنین؟ برای اینکه یک تکتیک جنگی دارین یک استراتژی باید باشد ورنه بعضی خبر شدیم که ولایاتی هست که اونا هم میخوای با شما بپیونده مگر شما نمیخواین در تو یک موقع داخل شوین او را برای چی وقت نگاه کنین؟ بله ما تصریح کردیم که برای فعلا یعنی بار که ما در عملیات خود را ترحریزی کردیم جمعواری ولسوالی ها بود ولایت را ما گذاشتیم به خاطر یک راون بعدی اول خود ما ترجیح میتن که به جنگ ولایت تا سقوط نکنه به خاطر که اموال مردم از تراکم مردم از بسیار منابع کشور ما در شهرها خدای نخواسته تخریب نشود باید از گفتگوهای گفتگو پیش بریم مذاکرات هم جریان داره شاید نتیجه بده و شاید جانب مقابل تعقل بکنه و از فرصت استفاده بکنه و اگر مجبور شدیم باز گزینه آسان است سقوط ولسوالی ها که شد به گونه بسیار سریع انشاءالله ولایت هم همچنان با ما حالیم از ولایت از داخلی ولایت تماس هست قوی حتی جنرال ها و قماندان های اداره کابل با ما در تماس هستن که آنها آمادگی ازیر نشان میتن که چیز دوست دارن در ولایت خود ولی ما آماده نیستیم تا داخل چیم چون استراتژی ایجاب نمی کنن وقت میتیم فرصت میتیم تا زمانش برسیم. در اینجا یک سناتور بود یا وکیل شوراست به نام نوابزاده از بادغیس او را می امرولای صالح بسیار اتاب کرد و غالمغال و چیغ و فریاد که تو خائن هستی و برای طالبان می خواهی مردم تشویق می کنی که تسلیم شوند امی مثلا واقعیت داشت؟ ما این را پیگیری کردیم و با ما تماس نبودن البته اگر افراد خود را در بادغیس گفته باشه که با ما اینجا شوند از جنگ دستو کشن عرض خوبی زده هر کس که میتواند جنگ خاموش بسازه و کسی کشته نشه و زندگی افغانان نجات پیدا کنه گام خوبه خوب هر صورت همین مورد ما تایید نمید. اینجا همین حیاتی که به قطر روان است و اگرچه سه نفری از او بایکات کرده که نمیریم اترا از یک کدام چیزی بیرون خواهد شد سه بینی همین حیات موجوده که سر و صدا رو بلند کرده ما تا با حال باور کرده نمیتونیم امید هست که
آل هم زینبا تغییر کرده باشه خوب است، فرصت است. یکتر نامل هست که شاید باید تغییر شده باشه که ذهن افتادی که در او طرف قضیه قرار دارن زینبشان تغییر کرده باشه. اولی که دیدن آمریکایی ها حتما میبرند با وجود از اینکه اصطاب داشتن خودشان میگوستن که نه آمریکا ما رو نمیگذاره، ولی حال دیدن که راست آمریکا رفت از بیشان قضیه افغانستان به مردم افغانستان تعلق میگیره و این قضیه باید حل شود. یک این خودش یک چیز است، چون آنها اتکایشان با بیرونی ها بود، به خاطر بیرونی ها و پول بیرونی ها بسیار مست بودن در 20 سال، حال او مستیشان شاید کاسته شود. یک و دومی که در روزهای اخیر تحولات در ولسوالی هم نشان داد که قسمی که ما را تصور کرده بودن خیالشان میآمد که ما ناف میزنیم و قوت نیرومندی مردمی نداریم، مردمی نداریم، ولی اینکه در ظرف دو ماه بیشتر از 193 ولسوالی تسخیر میشه و خونریزیم دهونه میشه. خود اساکر اداره کابل با آغوش ما می این وانمود کرد که ما بیست مردمی داریم، قبول میشن در جامعه و یک مبارزه بسیار طولانی در متن مردم کرده ایم، مردم هم از ما حمایت میکنن. اینا هم این یک ذهنیت را میسازد، شاید ذهنیت منفیشان چنج شده باشه، بعضی علاقاتشان فهمیده باشن که روز ازی نیست که پافشاری بکنن و همو استراتژی جنگی خود باید از راه مذاکرات جور بهه. و کسایی که طرفدار جنگ هستن آنها خو معلوم هستن در اداره کابل هم شاید تلفن مجاهد صاحب قطع شد. باشه، تلفن از افغانستان است که چی میگه. بله سلام علیکم. بله خیلی جوری بخیر. بله خبری کولی سی صاحب خبری او که صاحب دا تلفن دی بند بند کیگی صاحب. الو الو داشه اوره ما خو ډیر دسه سست غږیږي، سست سست غږیږي. زه په مخه دې خبر وره نه ته زور خبرې واوره. مجاهد صاحب واقعا اینجا در همی گفت و شنود و صحبتی که در قطر اگر نشستن اینا اگر درک کرده باشه، یعنی مانای ازی که درک کرده چی را درک کرده، یعنی میخواین که یعنی واقعیت ها را درک کرده خود باشه که گفتمان رای حل است. آنها قبلا اتکا با امریکا داشتن و تلاش داشتن امریکای ها عقبشان باشه و جنگ دوام داده میتونن، پول امریکا هم در دستشان. حال واقعیت ها را درک کرده باشه که امریکا دستشان از پیششان خالی شد، یک مسئله. و دومی که ما هم بیست مردمی داریم، قسمی نیستم که تحلیل ضعیف کردن از ما و برداشت نادرست کرده باشن که ما چند نفر هستیم و با اصطلاح خودشان به حمایت کشورهای بیرونی ما را نسبت داده میدادن. شاید حال ذهنیتشان جور شده که ما از متن مردم هستیم و اگر بخوایم بسیار در اندکترین فرصت میتونیم هر چی تغییرات را به توکل خداوند جل جلاله و به نصرت خداوند بیاریم. حال شاید ذهنیتشان تغییر کرده باشه که جنگ طلبی نکنن، وقت خوشی نکنن و مذاکرات موثر را فرصت بدن که انجام شود و مسائل باقی مانده از طریق گفتگو حل شود. یعنی منظور ما ایسته کمی گفتگوی تو مانا را میته که طالب میخواه که امارت اسلامی برقرار شوه یا حکومت اسلامی. اونا نمیخواه، اونا جمهوریت میخواه و میخواه که امی حکومت تا آخر عمری از او تا چهار سالی که مانده دوام کنه و طالب اسلحه خود به زمین بانه. ای خوصای بکلی این یک سیاه و سفید است. ای شما چطور میتونین با هم گد بخورین درمتون؟ امی ذهنیت شاید حال تغییر کرده باشه که کسی از ما توقع زیر داشته باشه که بریم اسلحه را به زمین بگذاریم. این چون در او موقف ما قرار نداریم، از موقف بسیار قوی صحبت میکنیم. اینها باید هم چه کار بکنه که اسلحه خود را به زمین بگذارن، از جنگ طلبی تیر شوند و از آجنده های بیگانه را هم پیش نگیرند. چیزی را که افغان ها میخواه، مردم افغانستان میخواه، دین ما میخواه، او برای ما ارزش است، برایشان بسیار قربانی داده شده. مردم میره از هرگز نه فراموش میکنه نه تغییر داده میتونه. کسی که ایدئولوژی های بیگانه رو میاره دیگه تحمیل تطبیق میکنه، آنها باید خود را افغان بسازن و تغییر ذهنیت بکنن. اینجا مجاهد صاحب مکررن میشنویم که میگه طالبا اگر به جنگ متوسل شوند با همی ولسوالی ها را که گرفتن دیگه دیگه یک جنگ داخلی در میگیره و بسیار خون ریختان در خواد شد و مسئولیتش طالب به دوش داره و بسیار مردم بدبخت خواد شد و حتی یک فاجعه انسانی رخ میده که یعنی بسیار مردم بیجا خواد شدن و بسیار مشکل برای مردم پیش خواهد شد.
چی فکر میکنی؟ نه چیزی مردم افغانستان مسلمان هستند، دایه ما را درک میکنند، از برادر ما هستند، حتی از ساکره که در ایدار کابل خدمت میکنند با ما در تم بودند و دیدیم که گروه گروه آمدند با آغوش خندان با هم یک بودید. این خود جنگ آینده در بان بود، مردم افغانستان که مغانه و چیز پند افراد شرید دور شود، خودش آب با یک میشن میامیزن با هم، جور میشن با هم، اهدافشان شریک است، عقیده و با شریک است، کشورشان شریک است، منافعشان شریک است، عداوت و دشمنی ندارند، بیگانه ها بودند که ما و دیره منه نم مجاید صاحب لطفی و که در تلیفون هم لک بند بند کیگی مگر وام ریده دیشن دیره منه نکربان تشکر میریم سراغ تلیفون های شما دوستانی عزیز خدا کنه اینجا بند بند نشو بله سلام علیکم بله سلام خطاب صاحب تا تلویزیون تول لیدون کرده والیکم والیکم سلام مه واوري ته خو ما له زبیح الله صاحب نه یوه پوښتنه دا ده چې دی ټول هغه څه سره دی نن سبا خو میډیا ده سوشل میډیا ده فیسبوک ده واټساپ ده ټولې سوشل میډیا دي په هغه کښې له وریه معلومېږي چې دوی کمزې ته لاړ شي په هغه ځای کښې بغیر له ورانیو نه له تباهۍ نه او له چور نه او له وینې تویول نه بل څه شته نه او دوی اراده یي په دومره سپین سترګۍ باندې نه دا کوم ځای کښې ده اوله خو ما ته یوه د یورې بده ای تا کور ته یې خلک در لېږي یا مطبوعاتو کښې دا کوم مطبوعات دي ما ته کېدی شي چې ته یې را ولېږي چې چورې وکړو چپول یې وکړو کورو ته یې اور ور واچو دا شیان تاله کوم جز اورېدلي یا ګورې چې دا موږه څنګه نه ګورو د خپله زه شخصا علاق د دې یم چې هر شی وګورم نه نه خو داسې یو جای چې دود یې جګ سوی اول خو د حکومت د کابل هم داسې یو چراغ یې اچولی چې یو شی پیدا کړي چې دوی زه دې ووایي د خپل حکومت د کابل د مطبوعات د افغانستان ده دا خو او بل ولې یو فرضاً دغه تعمیر د ولسوالي د یو چا په لاس کښې ولویږي او هغه ضرورت ورته لري ولې یې وران کړي ولې یې وران نه نه و یورې ودرېږه که نه خو ی تا دی تا مغزو ته ابوبکره دی تا مغزو ته زه حیران پاتې یم چې اوس دغه طالب را شي یو ولسوالي ازاد عسکر را وځي لاس جګ کړي جنګ هم نه یي لاړ شي له غجي نو ولې دغه را شي دغه اور ور واچوي دغه تعمیر ته چې خپله ورته ضرورت لري که نه لکه یو د میوې ونه چې هغه میوه ترې خوري او دا تا هماغه سړی را شي هره ورته بنده کړي دا هېڅ له منځه یې ویسي او ضرورت یې ورته دغه خو یو منطق خو باید ولري که نه منطق همدا ده خطاب صاحب ما مخکې مې اشاره وکړله چې یو خو دا دي چې مونږ له دې ځای نه د منطق خبرې کوو له انګلینډ نه نه خو دا دماوي تا خبرې خو په یو استناد بایدي که نه وچ غږېږي دا خو هېڅ معنا نه لري لکه چې زه ووایم چې تا سر پک ده ما ولیدلې ته به وایې دا یما عکس خو را وښایي دا یما سر پک ده دا یما مخ چیچکي ده و یو شی خو باید وښایي که نه او بیا وایې چې ما ولا سل ویډیوګانې هغه کړي دا دروغ مه وایي غاړې بندوي هر څومره چې ډېر غږېږي همور هم غاړې ډېرې بندېږي او که وایي خو اوله خو زه دهلته ناست یم پایستې مسلمان ما به ویلي چې دغه دروغ وایي دغه طالب خیانت کوي خبرې درست نه دي ولا په طالب باندې زه خپله زه ځان ته بیا یو دوره لرم چې طالب بیا پرې ووایم وروره بله سلام علیکم حسیني صاحب سلام علیکم بفرمایئ شما خوبی خیر و خیریت چه حال داری لالا خطاب صاحب دو تا مطلب هم میخواستم بگم بفرم مطلب اول حکومت افغانستان امروز هیچ طلبی از مردم افغانستان نداره هیچ کار قابل ذکری برای مردم انجام نداده که اینا امروز به طلبکار بگیره بگیره ما برای شما این کار کردیم و در قبالش این کار میخواییم
اگر شما میبینید که یک جای یک کار صورت گرفته همون توسط از همون شرکت های خصوصی توسط خود مردم انجام شده، مردم افغانستان یعنی میگهد از من جدی بگیرند، یعنی میگهد از من بشنوند که اگر شما بیایید خیزش های مردمی ایجاد بکنین و به عناوین مختلف بخواهید یعنی حکومت نگر دارین، خب در آینده بر فرض محال که همین حکومت هم ده برای طالبا پیرو شود، بعد اینمی حکومت از شما او زمان طلبکار میشه، یعنی عمر در این حکومت باید باج بدین سواری بدین که این حکومت او وقت ادام کنه که ما شر طالب اصد به شما کم کردیم، شما او وقت هیچ گفی برای گفتن نداشتید. این یک مسئله. مسئله دوم سوال هم اینجا که او مردم مسلمان افغانستان، او مردم آگاه افغانستان، او مردم دیندار افغانستان، شما که از دینش خبر ندارین، اگر داشتین او البته منظور ما کل مردم میه، منظور اونم آدم که دنبال اینمی آدم ها رو میگیره، شما اگر از دین خبر دارین از خودتون سوال بگوین شما از چی در مقابل چی دفاع میکنین؟ طالب بده میخواین از حکومت در مقابل طالب دفاع بکنین؟ این حکومت چی چیز قابل دفاع داره؟ هیچ چیز نداره، اما مالو داره یه مردم گرفته و آرایشان دزدیده. حتی یک والی را امو مراد از چی بلا است؟ یک بیعقل آدم است. او صاحب کمرد بندهای خود بسته کرده در تیاره شیشته که ما والی استم. آخر او را پس روان کردن و صاحب دم بشه سیخ کردن. او را والی های علالایی میگن صاحب امو لغمانی و ایره صاحب بهترین یک نام مانده. را درست میفرمایید. بسیار تشکر بیادر. اینجا تو سیل تلیفون ها روان است. من حسینی صاحب بسیار ملی صحبت میکنی. آفرین والا. بله سلام علیکم. خطاب صاحب عرض سلام ادب. و علیکم سلام، بفرمایید. گلوار پیام هستم. یک سلام جدا کنم برای مجاهد صاحب روان میکنم. مرحبا. از مجاهد صاحب یک دوسری سوال دارم اگر خدا کنه که میره صادق خانه جوا بگوی. مجاهد صاحب اگر خود به می یوتیوب مراجعه کنید روز دوشنبه در شورای افغانستان یک جرابت بسیار داغ بود. او نیست، او رفت، خدا فیزیکت نشنیدی بیادر. خیلی سوال دیگه او خدا فیزیکت خودت اگه جواب میگی. وکیل شورای وکیل مردم فرار ما جواب نمیگم، اونتا ما همون چیزایی که شما شنیدی میدونی سوال ما میکنم اگه خدا کنه که باز خب اگه خدا کنه سوال اینجاست. خطاب صاحب که وکیل فرا یک کاغذ از جبی میز خود کشید و گفت که اسناد کارناپذیر پیش ما وجود دارد که در این عملیات را که طالبان می کند جنرال های پاکستانی و سرهنگ های ایرانی این عملیات را پیش می برد. از مجاهد صاحب سوال است که اگر اینا براسی جنرال های پاکستانی و سرهنگ های ایرانی ای جنگ های را پیش برد و اگر اینا کامیاب شوند اونا یا چیزی می خواین یا ایست که بخاطر چشم ابرو یا یک کار کرد و اگر میخواین از پیشان چی میخواین؟ سوال دوم بلقیتوشان کرد گفت وام گفتن امو اصلاد این کارناپذیر به شماست که طالب ها یک فرمان صادر کردن که دخترهایی که 14 ساله میشه و یا زنهای بیوره شما با کمیتای فرهنگی دینی ما روان کنین که ما یارا به عقد نکای جوانان و مجاهدین خود در میاریم. آیا این حق دارن که زنی یک آدم یک دختر یک آدم اینا با شوهر بتن؟ سوال سیم سی چهار سال پیش من از مجاهد صاحب یک سوال کردم. مجاهد صاحب گفت این عملیات انتهایی را که ما میکنیم که حال نامش هم استشهادی ماندن این در قرآن رواست و کسی که کار میکنه راستن در جنت میره. من گفتم وقتی که راستن در جنت میره چرا این عمل سر خود یا سر بچیت انجام نمیدی؟ گفت ما هم در لست هستیم، همین نوبت خودت یا چی آدم میرسه؟ اگر می سی سوالتان صادقانه جواب بگه. بله سلام علیکم، از افغانستان صحبت میکنه. بله السلام علیکم خطاب صاحب، خیر و خیریت بفرمایید. و علیکم سلام، بفرمایید. ما یک سوال داشتم از مجاهد صاحب که در رابطه با سیاست های فیلی که اینا در پیش روی دارن و میخواید جور عملی بکنن. بله
جنرال های پاکستانی و چیزهای عمر خدا خورده بیادن، نه جنرال پاکستانی میاد و نه خراسانی میاد. دیگه می قیام صاحب خودت یک رقم دمی مسئله کوی قاف که پریا نشسته و صاحب تسبیح مندازه و چیزها را چی نکو همین روزگاری که الان فعلا آمده میبینیم نمو طالب هستن، نمو مردم هستن، پای برهنه صاحب یک پیران در جانشان. و جنرال امریکایی ضرور نیست که باید در یک محلی که دوستای خود مردم بلند کده و باز جنرال پاکستانی به فایر کنه و چی میگه بر پشتیبانی از یا بیای اول خودت هم عقل خودم به کار بیانداز. شب و روز باید یک نفر بره تحلیل والا دخترها را گفته که بیای ببرین و بازور پاکستان میبرن و صاحب اسنادی بشار قائم موجود است. کلش دروغ است برادر، نه کس دختر شاید حال در اون محلاتی که طالبا آمدن دختر کس کس غرز گرفته نمیتونه. در وقت صاحب یک صاحب منصب عسکری میامد و میدر آمد در خانه مردم دختر مقبولی از زور صاحب تجاوز هم میکرد و میبردم و صاحب بچه های مردم رو دوزی کردن بردن و صاحب ای چیزا را یا همون قیرامودین کرام بود و که چی بود و صاحب پس خانگک ها داشت صاحب دخترهای مقبول سپورت و ساکر و دیگه کلگی صاحب یک افتضاح بود. در می ارگ چی یک افتضاحی بود صاحب. اگر بیادر می دختر مقبول هم میگفت میخوایی در فلانه جای گماشته شوی اینه می آقای فضلیس چی بلاست قندوله کنه اونجا شته بود سری را اونوار اجبارن با امره از اونا بسیار چیزا را شما دیدین. خب مغز تا به کار نمی اندازی قیام صاحب، یکمه که خودت هم بالای خود کار کوی و زیزی که در بیرون از مجاهد پرسن کن یا که چی وقت شما خدا می پرانین و دیگه می کنین. در اگر ارگان خو یک نفر لازم است که در مطبات کار کنه، یکی استشهادی می کنه، یکی توفنگ می ورداره، یکی گزمه می تد دیگه. خود تقسیم کار از در امریکا هم همه طور از در یک مغازه هم که درای کل گیدم سر را استاد نیستن، یکی دو پشتر کار می کنه، یک جای دیگه. او هم دنیا با امیر هم تخصصی شده، هر کس در بخش دیپارتمنت خود کار میکن. سوالا یکان دفعه بسیار چی میباشه خود در امریکا هستی، بسیار طولانی اینجا زندگی کردی، یکان بار همین چیزهای خودی تا که من میشنوم یک رقم تعجب میکنم که چرا همه تو یک آدم میگه پاره میزن. بله سلام علیکم سر. بله سلام علیکم اسامه جان. بله اسامه جان، اینجا اسم اسامه جان نوشته شد. بله سلام علیکم. بله خطاب صاحب سلام علیکم. و علیکم سلام، بفرمایید. ما گفته چه مجاهد صاحب نه یو پختنه آقا لارد صاحب آقا لارد پوشو ما تی آقا نیستم ما هم که امکانات دوسی هم داغ پختنه و نپاین دکی بوشی چی شده؟ گوری یو شاید بونگا پیگو چه دی افغانستان تا یو دفعه سابق هم نجات ور کرده ده ملک توافعی نه ده دقیقه جنگ سالاران نه چه آغا خلق چه ده خلق و پسر که میخونه و هلک ده خز سینه پیکی کرده وی خز بیزده کرده وی اموغو پا دی پس پروپاگان شروع که چه حالا دی گیره پس گرزی حالا دی تیگری پس گرزی او دا واره خوشکر آقا ده نه تنها ده دست خلق نه حتا ده جهانی اشغالگران نه افغانستان ده نجات ور کده و غازیان شوله مگم دی پس امدقه پروپاگان املا ده امدقه شبکونه او ده غربی شبکونه جریان لری نو دغه تا دی کولیشی که بدیر آسانه بنده دغه تا یو خاتمه ورکی آقا دست ده چه ده دی ده عالی مقامات نه یا اعلامیه صادر شی چه مونگا تغییر کرده ده مونگا نور پا دغا شایانو که ایس اصلا غراز نل رو جدا گیره و تکرایو اما چه شریعت وی اغا کهی اغا ولی دغا سی یو اعلامیه دی ما دی دخلی ناوریده لی ده ما دی نور دخلی ناوریده لی ده مگم دست یو رسمی اعلامیه دی اس وقت نده پخش کرده چه پا دغا شایانو که مونگا نور غراز نکو او هم دغا دی پا خلاف بن استفاده کی یار سونه خی کارونه چه وکی یار سونه نی کارونه چه دی وکی یو کهیه مونگا پیگو چه آغا زیونه چه دی تصرف دلند را غلی دی خلق حالتا و سارا مرده خی جوان لری مگم دغا شای تا دی کولیشی خپله یو خاتمه واسی یو شای در توام یو لوی مشکل دغا دی مطبعاتو ده دوی چې ده داسې آزاد تلویزیونونه او مطبوعاتو سره دسترسي نه لري یو طرفه همداسې چې د امریکا
بی 52 د دوی په ضد راغی. دغه مطبوعات هم یو بی 52 غوندې و د دوی په ضد د څه څه افکارو دوی هغې کړې. دوی هغې تعجب کومه چې یو انسان هم بمباردمان کېږي هم تبلیغ ضد کېږي. یعنی دوی بیا هم له همدغو نه داسې د فیل پزې ته ورننوتي اوس چپه یې که هغې که همدغه اوس دغه ټرند ډېر ښه روان ده. خدای دې وکړي چې دوی تمام را دروغ ووایي. دغه دوی هم ضرور نه ده چې هره ورځ راسي او چې ځان سپین کړي او هغه کړي دغه خپل کار باندې مشغوله دي. زه وایم ښه کار یې مخته لیدلی ده او ښه روان دي ارامه دي سرګه ارمه په همدغه خپله جهاد اخر دا وطن هم نیسي. یو سړی باید ګیره که ترې پوښتنه وکړه خو یو چا چې ګیره درلوده وبی لري هغه بل سړی شاید ورسره غرض ونه کړي. مګر یو ښځه په رسوخ باید راوسي. یو اسلامي هیواد ده ایران کې هم همداسې ده عربستان کې هم دغه نورو هیوادو کې هم چې اسلامي نظامونه لري هغې لري. یو دا ده چې تعجیز یې کوي او لیونی طالب راسه او یو سړی ډبه وه هغه نو ډېر بې عقل کار کوي هغه باید دوی او بل صاحب دغه زمونږ استاسو د افغانستان دغه حقیقت دی. 90% خلک زمونږ چې په اطرافو دو کې اوسېږي هغې همدغه رقم دي همدغسې ګیلې لري ښځې ټکري اغوندي ښځې بیرون تنه نو یو خو هغه شی ده یو خپله دغه خپله د حکومت پالیسي باندې ما یو تاسې لګېږو. دا چې بیا څوک چی کوي نه کوي هغه بله خبره دغه چې ځینې شیانو باندې دغه تطبیق باندې شدت و نه کوي لږ زره نرم باندې اوس به دوی هم هغه سوي حکومت یې اوس تجربه سوی نه ده. مګر تر اوسه خو دغه مناطقو کې وایي ډېره ارامي ده او ما پوښتنه ترې وکړه عدالت موجود ده. یو راپورتر دی په نوم د فکر کوم جواد سرګر نومېږي او دی یګانه راپورتر دی چې همیشه ځي همغه مناطق چې دي نیولي دي هلته د هغه خلکو سره هغه کوي مصاحبه کوي او زه به تاسو ته در ولېږم دغه خبرې او چې وګورئ صاحب دا خلک څومره شکایت کوي چې په دې شل کالو کې بدون د دې نه چې د تیارو بام و هغه دغه خپله دغه لعنتي اردو ته چې دي ملي اردو وایي چې اصلا دغه کلمه زما د خولې نه صحیح نه را وځي چې دي ته ملي اردو ووایم دومره فجایع کړي دا خلک چې راځي صاحب هر یوې قصه کوي چې زما یې ورور ووژه زما یې کور داسې که په شپه کې زموږ په کور رانوتله. یګانه راپورتر دی چې هغه دغه حقیقتونه زید بیانوي او دا یو تاریخ هغه راولېږه صاحب راولېږه ډېره مننه ډېره مننه ډېره مننه. بله اسامه جان اسامه جان بله الو بله سلام علیکم ته دې سر وخورې بې عقله سو ډره خو تلیفون خو بیا مه راکوه نو وخت یې مګه مه ضایع کوه. دوستان عزیز میری وقفه اعلانات داریم و همچنان عرض بدارم که هفته آینده روز سه شنبه روز اولی عید سعید ادها یا قربان هست و ما اعلان مسجد سید جمال الدین افغان می دارم که در شهر فولرتن در اورنج کونتی کالیفرنیا جنوبی واقع هست. انشاءالله تجمع ما اونجا خواهد بود ساعت برابر ساعت 9 صبح. ما هم حضور خاطر رساندم و شما را تشریف آوری شما را البته استقبال میکنیم خیر مقدم خواهیم گفت. این میبینین این مسجد است که البته از مو کلپ های چند سال قبل بود جمع شدن بسیار شلوغ و یک فضای بسیار گرم در پهلوی یک دیگر همه جمع شده بودن و ما تجلیل داشتیم و ما را میبینین اگر نطق و خطابه پیش از اینکه آقای مجددی سر تشریف بیاره یک چند کلمه ما خواستیم که حرف بزنم و انشالله افغانای ما در حدود 1,500 افغان جمع میشن در امی محفل سه جمالالدین افغان در شهر فولرتن. آقای مجددی سر بدیدین اونا باز تشریف خواهد آوردن در قرار وعده از شمال کالیفرنیا نماز عید اونا البته امامت خواد کردن و صحبت های بسیار جانانه دارن. ما دوست دارم شان یک جوان بسیار واقعا منور دانشمند هستن. دوستان عزیز شما را هم خواهش داریم که جانمازای خودم با خود بیارین. روز سه شنبه هفته آینده به مسجد سید جمال الدین افغان که البته در حویلی مسجد جمع جوش میبینین آدرس هم روی صفحه تلویزیون قرار داره به دیگرها هم یاد دهانی بدارین بیاین که عید با هم در کنار هم نماز عید ادا بداریم و هم تجلیل بداریم و تبریکی های
اید صورت بگیره ما خواستو میره به عرض برسان. میریم سراغ اعلانات، باز خدمت شما خواهیم بود انشاءالله. فروشگاه های بزرگ موبایل فروشی غوز اونگو در هامبورگ بلشت. بلشت در هفت شخاصه شماره 13 و الفتنبی. گردنر شخاصه شماره 96. مساحه بیشتر از 3500 متر مربع. در این فروشگاه های بزرگ بهترین و مرغوب ترین موبایل ها، موبایل اتاق خواب، موبایل اتاق سالون، مواد تسلیمی منازل و سایر ضروریات منازل خیش را به رنگ‌ها و سلیقه‌های مختلف به دست دارید. ترانسپورت رایگان تا 50 کیلومتر و ترمیم رایگان. فروشگاه های غوز اونگول در هامبورگ بلشتید الستنبیگ در خدمت شما است. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدن از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 heidarilawgroup.com. سانکر مدیکال سوپلای کلیه لوازم طبی را تحت پوشش مدیکر با تحویل رایگان در منزل در 38 ایالت آمریکا فراهم می نماید. این لوازم شامل کفش های دایبیتی، کمربند و قوزبند حرارتی، زانوبند، مچبند، ساپورت مفاصل و صدها لوازم دیگر از جمله دستگاه های حرارتی و دارای ماساژ می باشد. ضمناً این شرکت مفتخر به ارائه جدیدترین دستگاه اندازه‌گیری قند خون بدون نیاز به سوراخ کردن انگشت از طریق بیمه می باشد. عزیزانی که از این خدمات استفاده می کنند، علاوه بر شرکت در قرعه کشی ماهیانه صندلی فول بادی ماساژ، از جوایز ویژه ماهیانه ما بهره مند شوید. برای اطلاعات بیشتر با 818-456-4480 818-456-4480 تماس حاصل بفرمایید. مرکز خدمات پرستاری سلامتی در شهر هامبورگ و اطراف آن. کارمندان ما با مراجعه به منازل شما خدمات لازم طبی، وقایوی، اداری چون تجویز دارو، تهیه دارو، تفریح بردن، جواب به نامه ها، کمک به تغذیه، کمک های مراقبتی، کمک در امور خانه و سایر خدمات لازم را با بهترین وجه لازم انجام می دهند. خدمات پرستاری سلامتی، یک تیم مجرب با مکمل خدمات پرستاری. شماره های تماس 0437-41-82-83 0159-010-84-801 Give what you can. Give from what you hold dear. Give for the sake of Allah to our largest feeding campaign. Give qurbani to those who need it most. By fulfilling your obligation, you're giving fresh, nutritious meat to families all over the world. Donate your Qurbani Udhiya today at irusa.org. برنج های پامیر که از جمله قدیمی ترین برنج های بسمتی در اروپا می باشند، در 24 سال گذشته
همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده. شرکت پامیر با عرضه بیشتر از 10 نوع از بهترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهتان می باشد. مراکز توزیع برنج پامیر، آلمان، هامبورگ، شرکت پامیر، دوسلدورف، شرکت ساعد، افغانستان، شرکت پامیر، نوآوران، هرات، کانادا، وانکوور، شرکت خیبر لندن، انگلستان، شرکت پامیر، لندن. قابل توجه هموطنان عزیز، احمد استدیو نمایندگی شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان در اروپا. این استدیو در تهیه و ترتیب و فیلم برداری کلیپ های تجارتی با تکنیک پیشرفته امروزی آماده هر نوع همکاری می باشد. شما می توانید اعلانات تجارتی و فوتی خیش را با همکاری احمد شریفی از تلویزیون جهانی پیام افغان پخش نمایید. برای معلومات بیشتر با آقای شریفی با شماره زنگ تماس گیرید: 0049 176 483 40481. قابل توجه، شرکت وارداتی مایار فود، وارد کننده بهترین برنج های بسمتی و لونگی، برای اولین بار برنج طبیعی یا ارگانیک مایار را با طعم لذیذ و بهترین کیفیت به شکل عمده و پرچون با قیمت مناسب در مغازه های افغانی و ایرانی به اختیار شما هموطنان گرامی قرار می دهد. رشد طبیعی و پروسس بدون کشنده حشرات یا کودهای کیمیایی. برنج طبیعی مایار توسط USDA دارای سرتیفیکیت ارگانیک است، بدون گلوتن، کلسترول، کمچرب و فاقد از سودیوم. کیفیت عالی برای شما و خانواده های شما. برنج خوشتم و طبیعی مایار، سالم و صحتمند باشید. برای معلومات مزید لطفاً با شماره تلفن 510-551-3934 تماس حاصل فرمایید. بله دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم خدمت شما قرار داریم از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان. بخش سخن اوریان بالای اوزای افغانستان صحبت داریم. تلفن های ما یعنی مشغول است همه لاین ها و چون پروگرام ما یک چیز رو میخوایم قرار کنم. یک دوست ما آقای کریم همدرد په پښتو یې لیکلي دي، ډېر جالبه ده، یعنی ښه قوي پښتو یې هم لیکلې ده. په خپل امریکایي ډیپلوماتان او افغانستان کې جنګېدلي متقاعد نظامیان اعتراف کوي چې افغانستان دوهم ویتنام شو او موږ ماتې وخوړه.
واشنگتن پوست لرزونکی که موندنې هم همدا وایي چې د افغانستان ازادي، دیموکراسي او بشر حقوق یوه غولونکې ادعا وه او موږ په ښکاره ډول په افغانستان یرغل ور وړ. د امریکا دا ماتې له انګریز او روس وروسته د وخت درېمې امپراتورۍ زوال دی چې افغانستان کې د افغانانو په لاس په ګوندو کېږي. دا ویاړ په اسانه نه بلکې د زرګونو افغانانو په هډوکو او ککرو حاصل شوی دی. یو څو تنه چې د امریکایي ښکېلاک فزیکي او فکري حامیانو د خپل شرم پټولو لپاره دا ویاړ د پنجاب پښو ته ږدي. دا غدر له بهرنیو ښکېلاکګرو سره تر ملګرتیا هم په مراتبو خطرناک او ظالمانه، ځکه دی چې دلته د افغانستان د افغانانو په قربانۍ، جانبازۍ او میړانه خاورې اچول کېږي. هغه تیره اشتباه یا د یرغلګرو سره ملګرتیا یعنې به ممکن د سولې راتګ سره وبخل شي، خو دا غدر به قطعا د بخلو وړ نه وي. یوې موضوع ته توجه پکار ده چې دا تاریخي مسأله ده او دې مسئلې سره د خپلې خطا پاکولو لپاره په تاریخ او د یو عظیم ملت پر قربانۍ ملنډې وهل نه دي پکار. امریکا سره یو څو افغان مامورین ملګري وو، خو باقي ملت یې په کلکه تقابل کې ودرېد، نو ځکه د میلیاردونو ډالرو او اوچتو وسلو او زرګونو ازمویل شوو سرتیرو سربیره د ناټو او امریکا پړي وشکېدل. د ټولو تیرو تیروتنو سره سره دا همت پیدا کول پکار دي چې اعتراف وکړو د امریکا غرور لګدمال شو، او هغه هم د توپ، ټانک، سټینګر، الوتکو، قوي اسلحې او دا ځل په برملا شکل د یو قوي هیواد له ملاتړ پرته. دا د عصر یوه نه منونکې معجزه وه چې ډېر یې اوس هم له منلو عاجز دي. دا ویاړ د ټولو افغانانو دی، او خصوصا د پښتنو چې په داسې وخت کې لومړی ځل جنوب شرق، غرب او شمال کې د امریکا په تقابل سر اوچت کړ چې ټولو نورو ملتونو، افغانانو او قومونو دا عمل بربنده خودکشي وبلله. د دې ویاړونو د تحفظ لپاره سوله او ترې راوروسته په ټول وطن کې د یو قوي پر عادل ولاړ او بنسټیز نظام احیا بنسټیز ضرورت دی. ډېر جالب داسې نظام چې هغه په ټوله معنا په نړیواله کچه د افغانانو د عظمت او وقار ساتندوی وي. دا ټول د امریکایي استعمار له پایه وروسته په یوه سوله ایزه افغانستان کې ممکن کېدای شي. زموږ فکري لارې به جدا وي، خو وطن او تاریخ ګډ دی. ډېر ښه لیکلی ده، خو ډېر یو قوي پښتو لیکلی، باید ورسره ډېره توجه وشي چې په همغه شادومد ولوستل شي. بله، السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. به اجازه شما قیام صاحب بگویم که ای بمون میمانه که یک چند تا در مسابق در وقت زرشه یک چند تا پالوان های بوده بود که همیشه یا میخریدن. باز وقتی که میبر آمدن از غازی استیدیوم یک کرتی یا چیزی را در سر خود منداختن که کس نشناسیشانه، مگر مردم افغانستان دیدین پشتش ایلان هم ایداره بود در اون کوچکی و امتایه و یاد جانش می همد که چرا خویدی باز بانه می کرد که ولا دست خودت صابون زده بود و من که نگرفتم لخشید و باز افتادم سر سینه می ششد من چون مره پای پچه لک داد نیکر ما تنگ بودی نیکر ما تنگ بود و عزی بود این قیامم با مومی مانه خودش در سر زانوی خود اسکر امریکایی می گرفته شو کش میشنه خودم در زانش می کرد ای توتا ها را برش ترجمه میکرد. حال آمده که ما چون عسکر پاکستانی آمده که ما چون عسکر ایرانی آمده، در حال که ای چیزا کلش ساخته و باخته است ما شما دیدیم ای را اگه اتومی بود خود امریکا هم ای را استقبالاتش ادعا میکرد، اتاوا ای را چی نکرده و ای در اینجا وکیلای شورا را شاهد میکشه، در حال که خود از دور رشوت خور روزنه را که گفت خودش تنفروش، اگه ای را بسیار معدبانه بگویم تنفروش یک کسی که تجارت دخترها و یاره برای
کیشم که گفته کوام یک آدم رشوت خور، یک آدم غدار، یک مرد دیگه مثل خود از ایواره. اینی شعور از یاد وقتی که یاد نگاه منطقی نمیتارم که بیایم یک چیز منطقی بگویم که آدم بگویه که والا یام یک ذره عقل دارم، اما با کلی لاشعور هستن، با کلی یار همو دشمنی و کبر و همو به اصطلاح عقده که دارن قدر در وجود از یا چیره شده که یا بغیر از همو چهار دلیله که همیشه دارن و میاین و میگن و وقت مردم هم زایی میکنن دیگه کدام چیز ندارن. و در قسمت همی عظیمی بگویم که اول خویی همو اولاد خود تباه کرد، این رایی کرد بر آدم کشی، بر نوکری، بر از خاطر نام و نشان. بازم این قطعات که میرفتن حال امریکا یا ادعام میکنه بعض مقاماتش که یک کار که کلن ضد حقوق بشر بوده که یاره کشتن، در حالی که او حقیقت نداره. و در اون وقت یادم است که من خبرها را شنیدم که خود حکومت گفت که در جنگ، حتی بیشتر خود آقای مجاهد هم گفت که در پدرش گفت که در جنگ روی کشته شد. او بسیار افتخار میکرد که از پشت زده نشده و روی روی با دشمن جنگید. بله بله، بازی بغیرت هم میگره اولاد خود را تباه کرد که او اول خو مردار رفت از دنیا، باز به حیث یک قاتل، به حیث یک جانی. و جوابش بر مادر از این بچه و بر زن از این بچه نیست که اولاد خود را خود تباه کرد، زنش هم تباه کرد، مادرش هم داغدار ساخت تباه کرد. و جوابش نیست که از پشت گوله نخورده و از پیشوی گوله خورده. شما مخواری خود از می از می رفتونی که از دنیا گشته یک انسانه که خودم تباه کرد و اولاد خودم تباه کرد. و این میرم عسکرهای دیگه همی کمپاین و دیگه و دیگه که هستن که میره نفرکشی هم میره پیش خود یک لحظه فکر کنند که به می شکل اگه یا کشته شوند مثل همو بچی مثل همو سراب باره مردار میشن از دنیا، میرن خطا کردن، گناه کردن، از گناه خود پشیمان شوند، مردم هم جور نتن. یکی خواه او بخش بود، یکی که در خود تلویزیون امریکا ما دیدم و ای بعد باز در تلویزیون افغانستان هم دیده شد، چون همون کلیپا را به امریکا هم فرستاده به امید رسانه های امریکایی. یکم که جگر ما خون شد که طالبا چرا واره کشتن و دست خودم بلند کده بودن. باز زبیح الله مجاهد گفت که امو از امون نبودم، مرده ها هم از امون محل نبود و اینا رویا روی سر ما فایر میکدن و ما اجبار اونا را کشتیم. دیگه ما گپی از اونا را قبول میکنم، در غیر از او دیگه را چرا نکشتن؟ نه بله بله، یک جای کده بودن ما و شما اونا دیدیم از روش طالبا خوب صحیح، همه که دنیا باخبر است که بسیار روش انسانی میکنن و بسیار تا مکسایی کرده که اسیر گرفتن با آواز بسیار باز چی خواست که او را بگیره بکشه. باز فرض میکنم که امیر اگر کشته باشه خوینا این نفرهای بودن که شبکی در خانه مردم میرفتن، اولادش هم میکشتن، زنش هم میکشتن، خودش هم میکشتن. اگر یادتان باشه یک سارنمن قوای هوایی را به داخل خانهش دمی کابل رفته که یا پیش روی زن و اولادش کشتن شده در خوست دینامت مردم از خانهش کشید، از یک فامیل 9 نفره یا تیرباران کردن. 2 هفته پیش در شهرهای ایراد بازخیز 14 نفر بیگناه را از موتر پایان کردن، تیرباران کردن. چرا ایره یاد نمی کنن؟ و بازال آمدن یا گله می کنن که والا از کار کشته و مچومی حقوق بشر و دیگه و دیگه. بسیار والا آدم خنده می کنه که یا چقدر انسان های بی‌عقل و چشم سفید و چی هستن که در 20 سال یا 1 میلیون نفر کشتار کردن، کشتن، مردم داغدار ساختن. هر دروازی را که باز کنی که در اونجا اولاد شهید شده یا یک معیوب دروازه را باز میکنن، یعنی تا که دانستن یا جنایت کردن، هم عسکر بیچاره را در کشتن دادن، هم مردم بیگناه و ملکی را بمباردمان کردن و کشتن و تیرباران کردن و بندی کردن و هر رضالتی که بود از دستشان شد، حالا از حقوق بشری حرامزادا گپ میزنن. بله بله، بعد موضوعات دیگه بود تفیر دیگه. سلام، تشکر لاله، لطف کردین مهربانی میکنین. وقت های افغانستان است بیان میشه. بله سلام علیکم آقای عزیز. الو. سلام علیکم. و علیکم سلام. چاله سب ساعت خوبه؟ خیر و خیریت بفرمایید. زنده باشین. تشکر. باید بگیم که الفتر قریب بین برای مجاهد ما بخیر افغانستان هم میگیره دیگه. ما شما دیگه هر مسافری دیگه به اصطلاح به سر آمده بودیم، بریم به خیلی وطن ما مولادا رو بگیریم، کوچه بار خود رو بسته کنیم دیگه. 40 سال 43 سال مهاجرت کردیم،
دیگه منتظرم تو روز بودی که بخواه حکومت اسلامی بریم بخواه دیگه که اکیز به وطن هم کریم دیگه دیگه ملک کافری بدد نمیخلی شعریت هست و نیکنم قانون اسلامی است. گفتی آقای سروری دیگه ما شعریت میخواهیم دیگه اولاد ما مکتب میره کده دو فره چشم سوز قول میتا و زنهای ما در پیش جای کار دست میتا و با کافر نوز چشم سوز دیگه من وطنه که ما شعریت میره بریم بخواهیم چی تو خطاب سب چی گفتی دیگه کجا بریم؟ افغانستان بخواهیم دیگه الی شما برین خو هر کس دلش که میره نمیره مهم اون تا تنها رفته ای افغانستان خو استقلالش برای رفتن ما نگرفته نمی او برای امی است که مردم آرام شون افغانستان از اشغال رها شوه یک قانون باشه مردم کشته نشوه حق مردم تلف نشوه او یک جمعیت تقریبا 35 میلیون که همون جزیست داره و 3 میلیون که در بیرون افغانستان در ایران و پاکستان است اونا برگردن وطنشان است این خواه حق شرعی یک انسان است که در اینجا می باشی یا در افغانستان و اگر شما میرین برین اگر ما رفتم نرفتیم مگر ما بسیار کارا برای افغانستان کردیم شما میتونین از اینجا بسیار خدمت کنین اونجا برای مردم بیچاره و بدبخت افغانستان خودت خو آرام استی در اینجا یک زندگی و کاروبارت شاید صحیح باشه مگر ما برای امو دل ما ولا برای مردم افغانستان می سوزه یگان بار که جگر خونم می شون برای امونا هست و برای خود من نیست و ای که ما محل اقامت ما در کجا تعیین کنم و آزاد است دمی امریکا امیال این مسجد که ما در روی صفحه تلویزیون امیر ما رفتیم 5 سال سرش کار کردیم یک کلیسا رو خریدیم برای افغان ها یک جمعیت انبو میان در اونجا نماز می خوانند اعیاد خود تجلیل می کنند صاحب قرآن شریف قرائت میکنند دیگه دیگه یعنی در هر جای دین خود در هر جای کارهای نیک که در هر بخش از جهان انجام بتین خوب است ایرا شما فهمیدین که آقای خطاب صحیح این خودت یک رقم هم زنای بیوا یا مو یگان تا یکی از عقل بیگانه و تانه بتی و کیو گفت ما بریم با امرای زنای نمیدانم چیم سبز که چطور کدیم دیگه یعنی تو ترتو پوسکنده باید میامدی باید چیزا رو میگفتی بعضم خرام اتفامیدم که گپای نیشدار و پر از وقده و ای چیزا و درد تو را میگم دیوار تو بشنه و نگوین مردانوار گپ بزنین بگم من هدف مینی هست فکر مینی هست که برو برو را بگو بازو چرای تو گفتی تو را خودت یک کار کو برادر درم اینجا بسیار کار هست که خودت انجام بیتی کارای نیک زمین امریکا خودت میتونی برای یک 3 نفر یتیم در اقل یک 50 دلار مای روان کنی 3 یتیم از گدایی از تکدی خودت رهانیدی او را قرار در جیبکت میزنی و ساتک تیر در کمکای حکومت یا اگر کدام عاید مایدی داری یک تنگه از جیبت نمیریزه تو را نمیگم نمیشناسم تو خو یعنی به شکل از اوضاع معلوم میشه که خودت دیگار تنه میتی خودت هیچ شیم نیستی بله سلام علیکم علیکم السلام بفرمایید غفوری صاحب جور بخه جناب خطاب صاحب بیننده تلویزیون جهانی پیام افغان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته جناب خطاب صاحب طور که در تبصره ها از طریق رسانه های جمعی شنیده می شود جهان غرب در رأس ایالات متحده امریکا تصمیم گرفتند که حکومت دست نشانده و سردمداران مزدور و اجیر آن را به هر نحوی که باشد عوض کنند و به اساس توافقنامه دوحه قطر در رأس قدرت حکومت طالبان قرار گیرد در شرایطی که در افغانستان خون میبارد ملت گرسنه است نان برای خوردن ندارند و هر روزه صدها افغان بیگناه و باگناه کشته می شوند غنی دروغو و بیشرم تا آخرین لحظات مانند غرق شده در آب به خاطر نجات کرسیش به هر خس و خاشاک دست می اندازد و به پاهای امریکایی خم شده و بار بار پاچه های امریکایی ها را محکم گرفت که نروند و رهایشان نکنند آقای غنی نه تنها رئیس جمهور متملق بی‌شرم و بی‌حیا بوده بلکه یک دروغوی کذاب و عوام‌فریب مشهور و شناخته شده است
یکی از دروغ‌های شاخدارش در موقع افتتاح میدان هوایی خود با دیده‌درایی و بی‌شرمی بیان نمود که آیا من آمریکایی‌ها را با وقار از این کشور خارج نکردم، در حالی که از آقای خنی خبرنگار طلوع پرسید که آزاردهنده‌ترین ماده موافقتنامه آمریکا و طالبان برای شما چی بود؟ غنی گفت برآمدن قوای آمریکا بر اساس درخواست طالبان، نه بر اساس درخواست شریکشان که ما هستیم. همین طور آقای عبدالله چاپلوس و بی‌خاصیت در مجلس خصوصی هم قطاران خود اظهار نموده که 20 سال قبل خواهش تجاوز و اشغال را نمودیم و از تجاوز با قرصک و رقصک استقبال کردیم و آنها را بهترین دوست و همکار حاکمیت چپاول و دزدی خود دانستیم. بالاخره ما را رها کردند. ما اشتباه بزرگ کردیم. آقای غنی اگر اندک شرم و حیا دارد، سخنان کاذبانه و دروغ‌های شاخدار و عوام فریبی خود را متوقف سازد و زیاده از این با دروغ‌های شاخدار خود مردم مظلوم ما را فریب ندهد و باعث کشتار مردم بیگناه افغانستان نشود، بهتر است استعفا بدهد تا برایش بینی خمیری شود. خداوند متعال وعده داده که شخص منافق، مرتد، بی‌حیا و دروغگو را که خواسته باشد رسوا و بی‌عزت نماید، خودش را عامل بدبختی، رسوایی و بی‌عزتیش می سازد. یقین دارم که وعده الله بنیاز جل جلاله او حق است. این رئیس جمهور تقلبی و بدنام با دار و دسته هر که یکیان امرالله ناساله جنبوله غنی است و زودترین فرصت به پنجه قانون و عدالت الهی مواجه شده و به جزای اعمال ننگینشان می رسند. انشاءالله روح مردم مظلوم افغانستان تسکین خواهد یافت و من الله توفیق. بسیار مقبول، بسیار زیاد تشکر. همینطور است، امرالله بیچاره دیگه. خب تفتانی چی میگه شورای نزار و صاحب همچای مسود و صاحب دمونجا ایره کلان کدن صاحب چلم وردار و افته و لگند وردار باز ده اشغال دیگه. خب یک گلم جم مارشال شد، یک کلینر بیادر و مارشال شد، یک آدم ها که آیدی مثل کرزای جمهور شد، این معلم اشرف غنی رفت و آدم هم رئیس جمهور شد. یعنی چیزای در رأس آمدن که اونا هیچ واجد شرایط و امو کفایتی کاری امو نداشتن، هیچ از کارات شدن. امریکا گفته بعضی هم پوکانه واره بالون واره پف کدن اینا را آوردن. یه امرولاگه کام بیادر یک دفعه سب بریم بدماشی و سب رضا الله تو ایراز یخن بگی وره دمون بخشی را استفاده کردن صاحب کلان آدم درست شد. ولی صاحب سر هر ستیج چیغ بزن و آیات قرآن هم اشتباهی و غلط بخوان و صاحب و ای را از یخن بگی و سناتور یا چی میگه وکیل شورا را صاحب اعتاب که و غال مغال آدم ها را جهنم روان میکنم و دیگه میکنم. یعنی آدم ها که شما گفتین چلم وردار و بالکا و چالکا بیشار واقعا نمیتون از سیر خداوند تو زلیل ساخته پست ساخته چی بگویم راست میفهمه. بله سلام علیکم. بله سنگه ورور جور پا خیر 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 جوانده و سه خطاب سه ما فیمیل که یو کلپ هم در لگل داده امرلا ساله بارا که چه در اقا وکیل پنامه ده اقا چه ده نایزاده ایده جنجال در اقا ستار حسینی اگر چه زمان نخواه دیگه اقا می واوری ده دومره کلیپونه دی وروره در اقا قرن که نشر کم یا دری ساته بل پروگرام تزده نه چه مقصد اما اگر اقا در افتیه ویلی اما اقا ویلی و چه ده ایده کوری قلابن کرده اولادونه نرا وزیده او غل که چه کمشای اقا کردی و دیده نا بیگفتی کردی و تذکره که او ده تذکره که کمشای تصرف کردی او چه ده ولی ده
پښتنو په پښتو باندې تاغه کوي، یعنی د تعصب ته ګوره. د امرالله صالح چې هغه سره وایي چې زه د خپلو مرکزي مچیری هغه وایي چې موږ پښتانه یو، ولې په الکترونی کې بل شی نشته کړي. خو دغه موږ اخلا امرالله صالح کوم دغه جنجال ورسره شروع کړی، خپله حسیني شاهدي پرې ورکوي. اما هغه حسیني رمزاده ده، دغه هم د حسیني غوندې یو رزیل پست انسان. هلته تذکرې خبره پورته کړي، هلته یو امزایي پښتون سره هغه چلم وردار ده. د ټول پاسپورټ سره یو ځای شوي. و دیگه خطاب صاحب، مې امیر لاشخورایي که در خارج داخل هستن که از امی اشغال فایده بردن و خیانت کردن و چاپلوسی کردن و مزدوری کردن، هر جای دان مندازن که حال میخوای که صدای مردم هم خفه کنه. در داخل افغانستان بر مر وقت زنگ داده میشه که حال اختار داده میشه، کسی چی کرده نمیتونم. همی کس که در باره وطن دوستی یا در افغانستان صحبت صحیح کنه، او حتما یا باید بندی شد و یا اختار داده میشه. و در زم در میجه در می خارج حال من میبینیم بعضی حال اختاکوشهی میتونم. آقای قیام همه کمه میگم بیبی، آقای قیام امو نظیره کریمی یک زن سیجه در واشنگتن است که همیشه مگس هر دو از حتی اشرف غنی که آمد دور صدا میکرد، یک کلیپ جور کرده بود که اشرف غنی صاحب افغانا برای سلام میگه، یک منافق زن است که تازو در سفارت که خود میله میکردی و رقصا میکردی و خطاستی که این ماشات دیگه نترجمانی میشه در افغانستان، نه دیگه بادارای تردف دیگه امی چیزای ناخ ناخ چینک نه خدا بشر ما نه امی حیثیت خود چیکو توبه بکش، بیا افغان صحیح، بیا صحبت های صحیح کو و از دل راست و به صداقت دیگه بس است. بله سلام علیکم. السلام علیکم برادر محترم خطاب. سلام صدیقی صاحب محترم، خوب هستین؟ خوش آمدید. خوب هستین انشاءالله، خیرت هست. میربانی میکنین به اجازه شما سبگه یک دو دقیقه مرمان وقتی بسیم. یک صدیقی صاحب یک ثانیه معذرت میخوام، سنفی ما از دوست ما آقای بارک رحیم جان. رحیم جان میگه که آواز فیسبوک پایان است، مگر یه نبیادر بارک صاحب. ولی خب صفاست تو بارک صاحب رحیم جان قنده در چه ولی وقت دیا ویسر دکتر تسلگی پریمینزی او یا مغا لیول جک یا شای او که دا خوب بلچا شکایت نده کریم، دا ترقات شکایتونه که بفرمایین سر معذرت میخواییم. بفرمایین. خواهش میکنم خطاب شد بسیار عزیز. خطاب شد محترم، خداوند جلال شانو در قرآن پاک خود فرموده که این لعنت الله علی الکاذبین، لعنت فرستاده به دروغگویا و منافقایی که همیشه در خدمت اجانب بودن و به وطن و مردم خود خیانت میکنن. شما ببینین امو برادر که صحبت کرد، آیا ام کل بیننده های شما نشنید که چقدر پیسه وعده کرده بود و باز بود یه کس مرد شا که نمیفهمی 10,000 بده اینم 20,000 میتونم چطور چکار باز اون شما جریان ها را کل گیرد شمیدین. من از طریق هم وقت تان نمیدیرم در این مورد تفسیره نمیدیرم. دارم ببینین که شما چی دروغ های شاخیار بود و در اون مسجد مبارک آمد گفت نه طالبا را گفت که اینکه طالبا را دست امریکایی ها دادیم که توبه خدا خداوند جلال شانو که میگه که امون کسی که خیانتکار است، جنایتکار است، ما او را رسوا میکنم. این رسوایی خود از یاد که خودشان میگه که ما چقدر طالبا را دست امریکایی ها دادم و بندیشان کرد و نمیفهم چطور شده چیکار کرد. آیا یک کسی که با وطن خود و با مردم خود اخلاص داشته باشه همین کار رو میکنه که هم وطنهای خود به دست تجاوزگرا و اشغالگرا بده و باز به پالوی اشغالگرا بره خیانت کنه، ترجمانی کنه، معاش بگیره و نمیفهم معاش اومده بگیره و لابل خطاب سید محترم. ما اگر همه تو یکان را فکر بکنم که ما اگر همه تو یک آدم چی میبینم، ما خدا شاید از خدا میکشتم حالا ما چه اشتباهی کردیم. اما چقدر اما همونطور قلق چشمی و به حیایی نه چی میشه که خدایی ره قدر رسوا کرده و هنوز را رسوا میکنه و جلوسا به خدا خود خودش از را میکشه و بازبار این که تبصره میکنه صدها نفر نه گاهی ده و میزنه و گاهی من هم تجربه
ترجمان چی یه دقیقه خوش است که مثلا نام ما گرفته شد مثل که یک کسی که ما گفتم چطور کنم که ما چی کنم مشهور شدم گفتم برو در مسجد مادر کسی میگه که نه والا فلان این کار کرده حال یکان کسی اینمه قدر قدر بیقل و احمق است و هزی که ما خود چوب بگیره اضافه تر میاد چلا اوزا فرازه و کشیده میره و چی میکنه شما بگینه پیشتر قبولی دیوام گفت امی اشرف غنی هم دورت نگفت امی امریکا رو من نکشیدم این به حیای پس شما ببینه که با کلام امیان در چشم کل مردم و امی کسایی که امی بسید جانداری از امی نظام با صحبت میکنه امیان خوب میکنه این خو غلامی میکن این خو تمام روز مادر بمارم بله بله پرتین تر افغانستان پرتین دیگه هم بم پرتین چی دا وقت هم ربانی خواهیم چی دا وقت عزیزی بکشین طالبه بم پرتین مردم هم بکشین چقدر مردم هم یا کشتار کردن پاتکار ها یاد در افغانستان بله ملک و تواهیشی نه اون پاتکار در جای از جای به دیگه جای در خود شهر کابل بله های حالا حقوق زن که میگه که دخترها و زنها را نفهم مجاهدین یا آزادی خواه میره بینه کل یا تبلیغ است اونا به احترام داره به قرآن به سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم چطور این کار را میکنه آیا همین دولت از این چرا نمیگه کم کرام بودید کرام که در سپورت بود سر چقدر نفر تجاوز کرد خود از دلوان خودمون دخترها و زنهای بیچاره شکایت نکنن اما فرخنده را کی گوشت در پالوی عرض در دلوان انداخت نه بله بله از امون نام میبرن نه همی خیانتکارا و جنایتکارا یک طرف شرمن خطاب سه محترم خدا شاهد است من به شما بسیار بسیار احترام دارم قربان شما تو کسای منافق که امون تو خوب علنی معلوم است که امون تلفون کنم فورا خب خیر است چی میکنم بخاطر عزی که اینا وقت ضایع میکنن و ضمنن امون با تاقه میدنن سر کسایی که استقلال این مملکت ها و استقلال مردم میخواهد که آزاد شود به دیر ایچی اجانب یوغ اجانب نباشند یک حکومت اسلامی قابل قبول برای تمام مردم افغانستان باید به وجود بیارن اینا سر امت اشخاص شدید و نجیب خدا اصلاح کنم سر با به تشکر سیدی قیصه محترم ما تشکر از لطفت بله دیگه وقت دار نمیگیرم با خدا میسو پار میتونست از افغانستان صحبت می‌دارین بفرمایید. بله. از افغانستان صحبت می‌کنین. از افغانستان تلفن کردین. بله. بفرمایید. صدایتان می جار صاحب. بله. بله بفرمایید. نایم فرام اینترنت ضعیف است چی گپ است؟ بله. بله سلام علیکم و علیکم السلام خطاب صاحب تاسو سره برنامه ټول ليدونکو او اوريدونکو ته احترامات د کابل له تاسو سره تماس کیم او ډیر علامه تاسو د پروګرام د لارې نه یو لاند پیغام د دې ملي اردو عسکرو ته لرم هغه کسان چې څنګه هغه اوري په حياتو کې دي دغه جنگ چې غزیده لیده او یا اوگدو یعنی نور هم پاینده که دیریگی یا وزینه علت هم در اخبال اردو ده اقا پا ده دلیل کچیر ده اردو ده یا محدود وقت پوره ده جنگ لاس واخلی پا ده که ده را گتا ده یا خدای با اخبال هم ده مرک نبچ کیگی ده کورنه او یا نور مسلمانان هم ده مرک نبچ کیگی او بلا ده ده چه هم ده اردو از کرو تا زده وایم چه ستاس پا موجودیت که چه تروس ده نظام رنگ شوه نه ده گور ستاس موینان ستاس جنرالان ستاس اغا تفاول شوی تحمیلی وزیران طول و تخته ده اغا چه پرون تاس ته وعده در کوله چه وطن مور ده مور سخه دفاع و که آیا تاس سرم دوم را فکر نشته چه اخبال مشکران نپختنه و که چه ده وطن خوب پر طول حق لری جناب تا چیر تخته چه ما جنگ تورتا مخیه که وی او تخبال تخته پا خارج که دیر یه واسوده شون زانتا اختیاره وی نورمیلی اردو کمه ده خواهش ده چه تاس خیر دا غریر یو خک کار دا اتل از کال از تاسو نه دی باطل پلارا که سو استفاده دو خلق وکنه یو باطل جگری تی سو کری است دی الله پا خاطر تاسو دونه وکی چه یو چو وقت دی دغه جگری نه لاس واخلی چه دغه خبر یک طرفه شی دغه وقت
ستاسو جنگیگی در جنگ بغزیگی ستاسو در جنگ در نتیجه نه دیر به گناه مسلمانان نمیانزازی در پیغام ملی اردو در درسته که ستاسو مشران طول خائنین دی تاسو در خائنین پا خاطر خپل زانون قربانی کوای او نور مسلمانان هم بلی مصیبت جنگ دیر منه نه دیر که در مسائل بانده غور او کی در دیر مهم خبر ده دیر منه نه دیر دیر که پیام ده یعنی هر سمده چی آقا کم سی فایر دی تو پا کم سی یک چیز مرز می دارم که طالب جنگ دیگه دستوردار نمیشه و دایام شریفانه هست همه تو که مجاهدین افغانستان از پاکستان می آمدن می جنگیدن و او سیل مجاهدین یا جهاد چون انگیزه فرق میکنه نسبت به دلار اگه دلار کم شوه یا فرزند پشتیبانه کم شوه جنگ کم میشه که حالی همون کارش صورت گرفته همی کسایی که دست خود بلند میداره بسیار مردم های میلی هم نیستن خود دیدن که بیادر دیگر نه پیسه دیگر سرازیر میشه و نه خودم هم به قتل میرسون بیا تسلیم شو پدر مادرش هم گفته باشه بچه هم زود بیا که ما کباب شده میکشنید و یک دو نفر که دست خود بلند کرد و دوگام میدوان و میبرند اما روحیات اردو بسیار مهم است تو مردم های چی نیستن که پشیمان شدن و میلیستن و دیگر اگر امریکا می بود و بی 52 می بود و سه به معاش 200 به 500 می رسید ولی اگر او آدم دست خود بلند می کرد مگر حالی هم خوب است که اونا از جنگ دست به سر شده مگر آمدیم بالای طالبا طالبا انگیزیشان شما نمی تانین و معاش بگه نمی خواهیم منصب نمی خواهیم تو زندگی آرام نمی خواهیم لباس های بسیار مفشن مثل عبدالله و چیزا نمی خواهیم ارگ نمی خواهیم این خواسته های دنیایی رو یکیش نمی خواهی برادر من تعجب میکنم که وقتی اونا هیچ خواسته های مادی دنیا را نخواه و باز بره ناق ناق به خاطر پاکستان خود بکشه به خاطر پنجابی یعنی ادعای بسیار رزیلانی از اینا را که نوکرای پنجاب اینا بودن از پاکستان اینا علی حرفا را میزنه یک نفر جان خود قربان میکنه از خاطر پاکستان برین پیدا کنین یکی از این نفرای اردوی افغانستان که به خاطر پاکستان خود میکشه و لگه به هر حال بله سلام علیکم بله وعلیکم السلام خطاب صاحب تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه نیکې وعلیکم السلام مهرباني خطاب صاحب مسلمان و هغه د چې ځان د پاره خو خیر بل د پاره خو خیر تاسو په نظر څو فیصد خاوره به طالب بله تاسو په نظر څو فیصد خاوره به طالب سره ای د مال نظر پسې څه کې خو هغه نقشه ګوري هره ورځ په ټلویزیون اچول کیږي تقریبا اتیا په سلو کې نیولی سید اویا اتیا فیصده یا نوی فیصده خطاب صاحب تاسو ولې کډه نه وړئ د طالب منطقې ته ما کډه دلته زه دری څلوېښت کاله دلته ژوند کومه دلته مې بچیان مکتب ته ځي ازدواج مې کړی کارونه لرم دغه ټلویزیون له منځه ځي که زه لاړ سم دغلته یو کار لرم یو مؤسسه لرم پیسې راځي بیا یتیمانو ته یې ورکومه یو لس پنځلس یتیمانو ته معاش ورکومه هلته یواری ودرېږه کارونه کومه چې افغانستان کې دما موجودیت لاړ شم طالب سره څه وکړم هلته دا تا عقل ته زه حیران پاتې یم چې دا یو سړي محل ته ته ولې ډېر تشویش لرې چې څوک چیرته ده دغه خو هغه خو هغه د یو غو لپاره یې غواړم وروره زه خو آرامه یم زه تشویش د قلم را و ځان ته نه لرم زه یو غوی ته لرم وروره زه دلته یمه همدلته ومه همدغه امریکا کې یمه تقریبا د داود خان وخت کې راوتلی یم دا نور هم چې مهاجر سوي دي راغلي دي د مهاجرین ډېر کومک کوي افغانستان ته اوس که دا غونډ مهاجرین په شمول دي ما زه مخکې دوی هم راپسې لاړ سو دغه یک اولنګ کې د مجاهد هغه طالبان راغلي غون دا دشته کې څملو اسمان ته ګورو فایده یې چی ده کنه او دلته خو ګټه دلته ګټه ده مګر هغه څوک چې عمل ته دي او کور ته یې خلک ورننوځي او په ناموس یې تعرض کوي وضعیت یې خرابه ده یو ښه قانوني حکومت یو هغه بازخواست یو دا خو ښه ده ورته کنه و تجسم ته راځي زه دې له ګیره کلک رانیولی نه صحیح شو مننه ژوندی اوسئ یعنې مطلب وروره نه خبره یې وروره د خپل ځان لپاره مې چې هر چی چې زړه یې زه هغه غواړم
یا وقت شاید لارسم افغانستان که هلته اقامت وکم یا شاید لارسم یو بل ملک او آغا که غند افغانستان امریکا دروازه وازه که و غند امکانات موجودی چی راسی لکه ما غند زون تشکیل که بیا غوی تو وایم راسی دلتا آغا چوک چی کولای سی راسی دلتا آرام زون دلتم زو آرام زون ندارم زو دیر نارام زون دارم یعنی داخل آغا خوب خبرونه در تا یکو ما پروگرامونه در تا جورو ما یا نشرات د اتویس کال نویس کال کې پلارم یا چولای جمعتونه جوړو ما افغانستان کې کلینیکونه جوړو ما کارونه کوم یا تیم ته رسیدګی کوم بل و ته نو بیا عقلی خوشکای غوندی سره یک دا خوشکای مو وسه قرت لغت واچی بیا در من لاس را کش کم بیا قرت لغت واچی دا رقم مکه وک لکه دې عقل پوجای واچو تو ولی نزید طالب قلم را تو شما چرا نمیرین بالا سر شیشتین در زین بیقل خری خلق غگی در محل دی اقامت دی چاییت مهم در امریکان دیر که خدمت که ولی سی افغانستان تا ولی دسی بیقل که یه خدای دی تا تنصاف در که وو رو را سلک کاش که اخیار وید بلی بله 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 سپینه خبری از پیام افغان است؟ بله آه بله میتونم با از کتاب سر پرسیم سوال ها را بفرمایم سبین این پروگرام چالان است لایف است بله سلام علیکم وعلیکم سلام شما خداوند شما را آرام آباد و زنده داشته باشه من یک سوال دارم امین اگر نظر شما من حیث یک آدم با تجربه و یا از میتونه از اوریاس یا مجاهد سر یک جواب بر شما بدم امی مامورین 20 ساله فاسد که در اداره یا حکومت فاسد اداره کابل هستند امی 20 سال مردم چور دادن نه تنها پولدار و غریبه که امی اینا را چطور اینا تداوی میکنن اینا خو همیشان فاسد هستند اینا را علاجشان چی هستند و این یک موضوع و موضوع دیگه که هسته امیدن شبخانه اینا تداوی ناق حقوق زن میکنن باز اونجا بالایشان از سوی استفاده میشه اینا خواهرای ما هستن همین نرسا و دکترا اینا و سیاسارای اولاد غریب تداوی میکنه با اینا با صدا میانون از اینا سوی استفاده میکنن اینا را چطور اینا تداوی میکنن و جلوشان میگیرن هنگامی که می بیرقای سفید بیان و عدالت تامین شوند چین و پلان داره یه خوبیسار یک فتنه بزرگی از 20 سال که ما و شما به چشم کنیم بله 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 اگر شما لطف کنیم همیرا یاد اول خوبی داره که قانون به یک حکومت باشه قوانین تطبیق شوه عدالت باشه بازخواست باشه اول خوب یک فضای امن باید برای مردم تأمین شوه که مردم آرام تاجر در یک فضای آرام تجارت خود میکنه یک معلم به فضای آرام معلمی خود میکنه یک متعلم میره به مدرسه آرام یک سنگ چوری را میگه یک فضای آرام امن باید تشکیل کنیم که او را می حکومت فقیدی از اوست بارها به صدها بار می خود تلویزیون افغانستان این را بیان میداره که در کابل مردم به ستو آمدن از نامنی ها در شهرهای بزرگ و راههای بزرگ شما برین چور میشین این نیاز بین برای یک دفعه یک فضای آرام قانون تطبیق شود یعنی یک حکومت مرکزی قوی روی کار بیا باز بعد از او قوانین عدلی بالای مردم تطبیق شود یک نفر جنایت میکنه به سزای اعمال خود برسه یک نفر دیگه که میخواه خدمت کنه فضای خدمت برای از او میسر شود اونطور یک چیز شود باز نرس هم میره و دکتر هم میره کلگی میره با اعصاب آرام کار خود به پیش میبره شما باور کنین در این امریکای دموکراسی و آزادی و دیگه و دیگه در اینجا یک بار ما چونیده بودم که تجربه کرده بودم در اینجا یک حال شد که حتی پار سال مسئله همون سیاره که یک سفید رفت و زانوی خود به گلویش مان
جورج فلوید نام داشت، یعنی امریکا را یک دفعه یک انقلاب برپا شد، غال مغال و صاحب جاها را در دادن و مردم ها تا دوکانه خود رفتن و صاحب تخته زدن و که همین کسایی که مظاهره میکنن و جاها را لوت میکنن که غرض نگیرن و بزنس و کاروبار و تجارتیشان. وقتی قانون از بین رفت، یعنی سیکیوریتی نبود یا پلیس دیگه اما کنترل خود از دست داد، در افغانستان هم اینطور شده. اول چیزی که از سیکیوریتی است برای مردم، ولی در امون قلمرو طالبا امو برپا شده. این چیزایی که حکومت میگه و زن نمیمانه و حقش تلف میکنه کلش دروغ است. این نوکر پاکستان است و جنرال های پاکستانی باز اینجا آقای قیام در ویرجینیا بالا آسر شده چلمه که خودم در میته و سایب که جنرال های پاکستانی رو کی میگه امیان میگه یا فرزن زنا را میبره و سب نکاح میکنن و بازواره نه تنها که نکاح میکنه او را کی میگه بلقیس روشن واره یا خانم راویی لوچک که ای را دان پر تو او را دان پر تو هیچ موقفی از مزنکه معلوم نیست، نه اسلامی از او، نه ملیتی از او، نه ایسه وطن دوستی از او، هیچ من ندیدم با یکی هر کسی که دید دان مندازم چی ده سگ دیوانه واره که باز به اشتکارم میبره و سب در پاکستان به فروش میرسانه به پاکستان. ولی چرا حالی خو یک زن خودم دیده باشه که برد پاکستان باز فامیلشان آمد یک دعوا و دنگله یک چیزی چیز پت نمیمونه در افغانستان، یا میاین همه محلات میسوزانن. ولی ما در گرد میگم برادر که اونجایی که سوختانده ولی کلی کمره داره خو باید بیارین که اینی ولسوالی سوخت و عریق گرفته و سب امی حریق هیچ پت نمیمانه، هر چیز شما میتونین پنهان کنین مگر دود و آتش نمیتونین در شهر. به اول حاض دروگویی و اخفال و در پشتو یک مطل و یک ترپ و پرپتهی این کارا را میکنه و او را شاید توجه نکنین. دیگه امی حکومت اگه بگوید سیاه و سفید ایچ ایچ توجه نکنین، برای جی که کلش دروغ میگن، مسائل شخصی خود از ایناست که یارا او برده علی چیغ میزنن و ناق ناق دروغ میگن. واورو برادر کی هستین سر کشتین قد تلیفون زدین سر شما؟ بله بله سلام علیکم خطاب سر. بله بفرماین میربانی میکنی خطاب سر. دو خانم از کمیشمه بمرای شما سو، یکیش خود طالب است، من زده طالب استم، زده طالب نیست منتازه ده مفکولی شاسم، کاش که طالب ها مردم ها شریف میبودن لقم مجایدین واره همیشه باشان دعا میکردم خداوند یاره افغانستان. مگم خطاب سد یک چیز دیگه گفتنی ما دارم که مثلا پیام افغان از باید تلویزیون تان به کل افغان ها باشه، آه برای افغان باید منظره طالب و غیر طالب شما باید، چون یک آدم مسلمان سیم دوستان دارم آدم صادق هستن باید بشنوین. طالب ها را میشه کسا که می به از طالب دفاع میکنه، شما خوب کم شما گوش میکنین و یک نفر به نام اختری صاحب که میه یا به نام پیام صاحب که میه ببخشون که ما درایف میکنم، اگه صدایم قطوال میشه مرا بسار ببخشون. دیگه شما بسن خودتان خودم خوب هستم، منتا یک چهار نفر چوب خطی دارین که وا میان دوباره بیچاره را میکنن، به نظر من این کار درست نیست. اگه میخوان که امی برنامه شما رو کل افغانستان بشنود دوست داشته باشم، به شما هم دعا کنم من مردمی باشم، نه به طالب. اگه شما میخواستیم تلویزیون تان طالب زنگ بزنه تعریف کنه و شما خوش باشین، خب بهتر است که پیام افغان نگه امیره برنام پیام طالبانه. من میخوام که نظر شما را بشنم خصوصی دارم. اول خصوصی درایف کنم زمین درایف که میکنی به تلویزیونیش تلفن نکن قربان شم، نگه پیت آدم میفهمه نه خودت میسنجی که چی میگی، باید موتر تکر نکنی که اولادای تا سورم افگار نکنی. امی خودت از این روزی که میشناسم بدوا بدگویی دیگه تشویش دیگه ها چی دختری میه تا آخر گپ میزنه پنج دقیقه کس قطع نکده. قیام هم آمد گپ زد کار خو نبودی خو گوش گرفتی، باز خودت تشویش همی تلویزیون داری که مردم میره بد نگویه و که نام بد نشه. تو از خدا میخوای که هم تلویزیون بد نام شود، باید همی شورای نظار باشه و دوزی کده بره و چور کده بره و همی
چوچگه که احمد شای مسعود با سر اقتدار باشه و خودت در کانادا باز بسیار خوشحال باشی. ما خود تو را خوب سعی سیر و پودینه تا میشناس. دروغ دروغ چرا میگی؟ نه بیادر کس کس قطع کده و نه ای پیام طالب هم هست، از ملا هم هست، از مولانا هم هست، از انجینیر هم هست، از دکتر هم هست. هر کسی که افغان است به هر رتبه و به هر منصبی است از اونا است. یا از یک نفر و دو نفر میبینین از افغانستان تلفن میم قطع کده میرم. از ایران می آید، از دیگه دیگه مردم اگر تلویزیون دوست نمی داشت دیوانه نیستم. نه اینجا چوب خط است و نه گل خط است و چیزایی را که خودت میگی منفی همه تو یک زن منفی باف جگر خواهی نمی آید از پاکستان تلفن می آید. من دیگه وقت ندارم. به هر حال دوستان عزیز بسنده میشیم. من نمیتونم همه تلفن ها را جواب بگم این فرض نمی آید از افغانستان اینجا تلفن کرد. شما از افغانستان گپ میزنید؟ بله؟ بله، سلام علیکم خطاب صاحب. بله. سلام مجدد. میخوایم یک چیز بگویم، امی خواهر که زنگ زد رفت گفت که شما همیشه تلفن های کسایی را میگیرین که طرفدارای طالب است یا چوبخط. ما بعد از امی خواهر میگیم که ما در افغانستان فعلا در کابل زندگی میکنیم. که نه کدام سخنگوی طالب هستیم نه از دولت، ولی آن چیزی از حقایقی را که 18 سال ما دیدیم از این اداره مافیای ارگ، باور کنه که شما شاید 200% هم ندیده باشین. دیگه اینجا که مردم می زنگ میزنه اما درد دل خود شریک میکنه، حقایق روز با این میدیا مردم شریک میکنه، چون در تلویزیون های فروخته شده کابل کس را وقت نمیده که اونجا کسی برای حقایق بیان کنه. یک موضوع. موضوع دوم یاد میکنم برای برادرهای طالب بشنون، امو اش که برای شما تسلیم میشن کوشش کنین که اونا را حبس نگاه کنین، چرا که اداره منفور کابل در رأسش که امرالله ناساله جاسوس سیایه یک انسان سیکولر اعلان کرده که افراد اشخاص اردو وقتی که تسلیم میشه ایجا خانواده هایشان ما تحت فشار قرار میدیم، چون یا اقدر نامرد هستن که آل عزیز آویه میخواین پیش برد. و به می ناساله سیکولر یک پیام کوتاه از امی بین کابل ورش داره، میگیم که اگر تو واقعا شیر انسان خوردی، شیر یک زن مسلمان خوردی، اگر تو مرد هستی با بیوجدان ای وطن سر تو اخت دارستی، چرا خودت در خط اول نمی جنگی؟ با انسان رزید بله بسیار جد تشکر لالا گوان با مو خلطی ها و پرچمی ها میگم که در اداره چل میکنم در قطعه صفحه یک و صفر دوی دستشانده امریکا که از امریکا برای شما میگم، شمایی که اولاد مسکین 20 سال از فقرشان استفاده کردین برای یک جنگ نامشروع و اونا را سوق دادین، او انسان های پست رزیل، شما چرا در جنگ پیش نمیشه؟ شما جنرال های شرابی که در قطعاتتان دخترها را میرخزانه، شما شراب خوران نشیا، شما انسان های رزیل که انشالله در دنیا و آخرت نابود است زلیل هستین، شما چرا پیش نمیشین در جنگ؟ مرد هستین یا نیستین؟ بله بسیار تشکر لالا، ما مجبور قطع کنم. شازیا جان، اینم یادم طرفداری طالب هم میکرد، ما وقت ندارم و تو علاقه هم خدا کنه که این تو را خدا اصلاح بسازه و وقتی خودت اصلاح شدی یا اقل و حقایق درک کردی. اونجا بشاری مردم حتی همون خراسانی همیدی خراسانی حقایق درک کرد، باز دیگاهی که سالها جنگیدن در همون محل داغی حوادث همونجا بودن، گفته یا مو آدم که چرا نمیری و در منطقه طالب نمیری، اگه زور ویلی چی ما تا یو شایی پیدا کی بیا تلفن رو که چرا در منطقه طالبان نمیری. ضرور نیست که یک نفر در بر زیر لوای طالبان باشه. بعد امی امریکا استون بالای بسیاری چیزای امریکا، ما خودم به انگلیسی میرم در محافلشان انتقاد میکنم، دیگه مانای زیر نمیده که من باید از اینجا برم. یا در همونجا مگه باشه یک آدم کاکا، یک آدم منتقد، یک آدم ایماندار در زیر زنخ یک رژیم مردانوار میست. یک طالب تفنگ میورداره، یک نفر قلم میورداره، یکی دیگه همین جهاد فی سبیل الله صاحب سرحد نداره، از هر جایی که تیراندازی کردی به فرق دشمن باید بزنی، زبانی قلمی دیگه دیگه. شما قلم هم ندارین، زبان هم ندارین، جیبتان هم شور نمیتین و مردم افغانستان کمک هم نمیشه. باز برای گپ دیگه باز بیاد مصاف اول برای الوا خوردن مینشین. به هر حال دوستان عزیز، ما انشالله
دوشنبه خواهد دیدیم و روز سه شنبه عرض کردیم در سجمال الدین افغان تجمع است. دیگر هم یاد دهانی برسانیم در منطقه اورنج کاونتی، به می آدرس مراجعه کنین. روز اول عید سعید ادها به امامت جناب محترم آقای مجددی صاحب ابو بکر مجددی نماز عید ادا میشه، همونطور که حالی میبینین. انشالله روز سه شنبه بعد از یک انقطاع یک سال کرونا بود، ما نتانستیم تجمعات داشته باشیم در مساجد. امسال انشالله باز روز سه شنبه با هم تجمعات خواد داشتیم، جمع میشیم و عید سعیدیت ها انشالله تجلیل خواد شد. تا روز دوشنبه انشالله خدمت شما خواهیم بود. تصمیم خدا سپر و پا مخرخست.